این هفته در پژواک، ماجرای مرد همجنسگرا و بحث هفته، خواندگی برای خدمت. سلامی گرم خدمت بیننده های برنامه پژواک. من فریبرز هستم. پنجشنبه شب به طور زنده ساعت 10:30 شب وقت تهران در خدمتتون هستیم. منم سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز. ادوین هستم با برنامه 52 پژواک، خدمت شما عزیزان هستیم. خب به سلامتی 52 برنامه شد، یعنی 52 میشه 52 هفته در از یک سال. پس ما تولد یک سالیمون امروز باید جشن بگیریم، درسته؟ باید بسیم که امروز جشن میگرفتیم ولی به تعویق افتاد برای هفته بعد. به هفته بعد بتونیم وسایل رو آماده بکنیم. ولی با تمام این وجود دوست دارم که اولین کسی باشم که به همکاران عزیزم و به بیننده های محترم تولد یک سالگی پژواک رو تبریک بگیم. خدا رو شکر میکنیم برای فیض پدر آسمانی که بر ما بوده و هست که بتونیم در خدمتتون باشیم مدت یک سال. و ممنون هستیم از حمایت شما، تماسایی که میگیرید، و خدا رو شکر میکنیم که این برنامه دعا میکنیم مفید بمونه و مفید باشه. آمین. واقعا افتخاری هست که میتونیم شما عزیزان رو خدمت بکنیم از طریق این برنامه های تلویزیونی و ازتون میخواییم که دعا بکنید. همینطور که در این یک سال گذشته پشتیبان ما بودید در دعاهای خودتون، ما نمیدونیم که خداوند تا چه مدت ما رو در این قسمت امین خواهد دونست و این خدمت رو به ما خواهد داد، ولی دعا بکنید تا بتونیم با امانت و صداقت انجیل عیسی مسیح رو بدونیم که مخدوشش بکنیم و سلیقه های شخصی خودمون رو داخلش بکنیم، بتونیم اعلام بکنیم و کلام زنده خدا رو بدون اینکه عوضش بکنیم نگاه کنیم و با عزیزان در میون بگذاریم. آمین. خب ادوین جان، الان هفته دوم هستش که ما داریم یک پدیده جدیدی رو از طریق تلویزیون محبت ارائه میدیم به بیننده های محترم پژواک، و اون برقرار کردن سیستم وبکست است. وبکست دوستان محترم یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میتونید برنامه ما رو به کلی در قسمت اینترنت نگاه کنید. حالا فرقش چی هستش ادوین جان با این پخش عادی که قبلا داشتیم با این وبکست؟ فرق اصلیش این هستش که برها ما این رو توی ماهواره نخواهیم داشت، مخصوص عزیزانی هستش این نیم ساعت آخرش. نیم ساعت آخرشو، بنابراین ما یک ساعت و نیم رو از طریق برنامه تلویزیونی با شما خواهیم بود. بعد از اون یک ساعت و نیم، نیم ساعت اضافی هم برای عزیزانی که اهل وب هستن، اهل اینترنت هستن و به وبسایت محبت دسترسی دارن، میتونن برنامه مخصوص و ویژه نیم ساعته رو از طریق وبسایت نگاه کنن. و فرصت خیلی خوبی هست برای کسانی که ما رو در یاهو مسنجر و اسکایپ اد کردن. شما عزیزان که برای از این طریق میخواید با ما تماس بگیرید و مایل هستید که از مسنجر یاهو و اینترنت استفاده کنید، میتونید شما روی خط بیاید با ما صحبت بکنید و نظرات شما رو هم در این برنامه در این قسمت خواهیم گنجاند. آمین آمین. از ساعت 12:30 امشب تا ساعت 1 همینطور که ادوین جان گفتن برنامه فوق برنامه هست، برنامه اضافه هست برای چیزی که خواهد پخش شد در روی وبسایت. در ضمن بیننده های عزیزی که از طریق وبسایت به ما ملحق هستید، هفته پیش ممکنه سوال کرده باشید که بگین خب من روی وبسایت دارم نگاه میکنم نیم ساعت آخر ندیدم. کاری که بعد انجام بدید، اینم بازم تکرار میکنیم در طی برنامه، کاری که بعد انجام بدید اگه از روی وبسایت هستید، برین روی صفحه اصلی mohabbat.tv و اونجا اون کلید آبی رنگ رو بزنید که روش نوشته وبکست، روی اون که بزنید میتونید برنامه رو و اضافه برنامه رو با ما باشید و مشاهده بکنید. خبر تازه دیگه ای هم داریم. عزیزانی که مشکل تماس گرفتن با برنامه های محبت رو دارن، به خصوص برنامه پژواک، ما فرصت رو و یک وسیله رو تهیه کردیم که میتونن از طریق سکایپ به ما زنگ بزنن و اتوماتیک وار وارد خط خطوط تلفنی ما بشن. بله. بنابراین اگر سکایپ دارید میتونید آیدی محبت آندرلاین تیوی رو که زیر صفحه تلویزیون مشاهده میکنید در سکایپ خودتون اد بکنید، به ما زنگ بزنید، میتونیم تلفن های بسیاری رو از این طریق از شما دریافت بکنیم. و یا اگر سکایپ رو ندارید، مطمئنا میتونید از طریق وبسایت skype.com اون نرم افزار بسیار کوچیک رو توی کامپیوترهای خودتون ذخیره بکنید، نصب بکنید و از این طریق بتونید با برنامه های دلخواه خودتون تماس داشته باشید. تلفن های اسکایپ برنامه هایی که از شبکه محبت از استودیوی خودمون پخش میشه. و در ضمن تماسی که از اسکایپ میگیرن رایگان خواهد بود، از هر رایگان خواهد درسته؟ پس خوشحال میشین که باتون در تماس باشیم. بازم میگیم ما داریم سعی میکنیم که طرق زیادی رو فراهم بکنیم که بتونیم بیشتر با شماها در مکالمه در رابطه باشیم و ازتون برکت بگیریم و امیدوار باشیم که واقعا در مسیری که داریم قدم میزنیم در امانت و نیکویی قدمی باشه که واقعا باعث برکت شما عزیزان باشه. بنابراین نوشته زیر صفحه خواهد بود تمامی بله. یک ساعت و نیم دو ساعت آینده که بتونن عزیزان ازش استفاده کنن. و اما امروز ما میخوایم در مورد خواندگی صحبت بکنیم. درست. عزیزانی که به این مسیح خداوند ایمان دارن و این سوال رو خیلی ها
میپرسن که من از کجا بدونم که خوانده شدم برای خدمت. شاید سوال عالی باشه برای آغاز برنامه امروز که با شما هم در میون بگذاریم. میخوایم نظرات شما عزیزان هم در این مورد بدونیم که از کجا میدونید که خوانده شدید. این سوالی بود که طرح کردید، درسته؟ از کجا میدونید که خوانده شدید؟ با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو بگید و ببینیم چه میزانهایی وجود داره که میتونیم اونها بسنجیم و بگیم یک شخص برای خدمت خوانده شده. آمین. خطهای تلفن بازه، خطهای اسکایپ بازه، یاهو مسنجر باز هست، فیسبوک باز هست، همه اینها بازه. به امید اینکه بتونیم بیشتر با شما باشیم و از شما بشنویم. خب ما بخش اخبار داریم، چیزی آماده دارید در این قسمت؟ من حقیقتش بخواید خیر، ولی میدونم که ما یک سری قدم‌های جدید در قسمت اخبار برداشتیم که عزیزان مشاهده خواهند کرد. می‌خوام شما در این قسمت یک صحبتی بکنید. البته همون سیستم قدمی رو داریم ادامه میدیم و داریم سعی می‌کنیم که در هر هفته که میره، به هر حال هم با تجربه است، هم عزیزانی که تو این قسمت مهارت دارن خدمت می‌کنن و کمک می‌کنن تا این بخش گسترده‌تر بشه، قسمت‌های ویژه‌ای رو سعی می‌کنیم اضافه بکنیم که به هر حال یک بخش رو که امروز اضافه کردیم بخش اخبار به صورت تصویر هستش که بدون کلام هست. به هر حال می‌خوایم که در این فرصت کوتاهی که برای اخبار داریم تا اونجایی که می‌تونیم از فرصت استفاده کنیم و خبرهای زیادی در اختیار بینندگان عزیز بگذاریم. بنابراین امیدوارم که از این قسمت برنامه لذت ببرید. با ما باشید. جنیفر عزیز، عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. جنیفر هستم با اخبار این هفته شبکه محبت خدمت شما خواهم بود. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در سفر به پاکستان خواستار کمک‌های جامعه بین‌الملل به مردم سیل‌زده این کشور شده است. دبیرکل سازمان ملل یک شنبه پس از ورود به پاکستان با مقامات این کشور دیدار و درباره رسیدگی به اوضاع نابسامان بیش از 20 میلیون پاکستانی سیل زده بحث و تبادل نظر کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی سازمان ملل گزارش داد بان کی مون در دیدار از مناطق سیل زده حمایت سازمان ملل و جامعه جهانی را به دولت و مردم پاکستان ابراز می‌کند. شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده سلامت میلیون‌ها سیل زده پاکستانی را تهدید می‌کند و هم اکنون 36,000 مورد مبتلا به بیماری اسهال ثبت شده است. در آستانه سفر دبیرکل سازمان ملل به پاکستان، مقامات این کشور نخستین مورد مرگ بر اثر این بیماری را تایید کردند. منابع پاکستانی همچنین هشدار دادند شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده عملیات امداد رسانی را با مشکلات بیشتر مواجه خواهد کرد. در همین حال مقام‌های صلیب سرخ نیز درباره شیوع بیماری‌های ناشی از آب آلوده در مناطق سیل‌زده پاکستان هشدار داده و گفتند این بیماری ها جان بازماندگان سیل را تهدید می کند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان نیز شنبه در گفتگوی تلویزیونی شیوع بیماری های واگیندار در مناطق سیل زده را تهدیدی جدی دانست و گفت آمار فزاینده تلفات و مرگ و میر ناشی از این بیماری ها دفن اجساد را با مشکل روبرو خواهد کرد. بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق مختلف پاکستان در دو هفته گذشته 1600 کشته و بیش از 20 میلیون آواره بر جای گذاشته است. نیروهای امنیتی کانادایی در سواحل غربی این کشور یک کشتی پناهندگان را با 490 مسافر تحمیلی متوقف کردند. از شما دعوت می‌کنم به گزارشی در این رابطه توجه فرمایید. شبکه خبری ZF گزارش داد به گفته مقامات کانادایی دلیل این اقدام حضور تعدادی مظنون به قاچاق انسان و تروریسم بود. رسانه‌های کانادا اعلام کردند مقامات از آن بیم دارند که جنگجویان ببرهای آزادی بخش تامیل سوار کشتی بودند، اما هنوز درباره وضع سلامت پناهندگان اطلاعاتی موثقی منتشر نشده است. بنابر گزارش‌های تایید نشده دست کم یک نفر روی عرشه جان باخته است. بسیاری از این افراد دچار بیماری سل هستند. حدود 490 مسافر این کشتی قصد دارند از کانادا درخواست پناهندگی کنند. به گفته مقامات این کشتی در برابر سواحل استان بریتیش کلمبیا متوقف شده و سپس شبانه یا صبح روز جمعه به پایگاه نظامی سکوی مالت در نزدیکی ویکتوریا برده شد. کشتی ام وی سانسی ماه می از تایلند سفر خود را آغاز کرده و به استرالیا رفته بود. به خاطر کم بودن احتمال پذیرش پناهندگان این افراد در استرالیا، کشتی مسیر خود را به سوی کانادا تغییر داد.
دولت اتاوا ظاهرا از آن بیم دارد که پذیرش تعداد بسیاری از این پناهندگان منجر به ترغیب دیگر تامیل‌ها برای پناهندگی در کانادا شود. تلویزیون سی تی وی گزارش داد پناهندگان قرار است به دو زندان خارج ونکوور برده شوند. آنها یک ماه در این زندان باقی خواهند ماند. انتظار می‌رود در آنجا تقاضای پناهندگی این افراد بررسی شود. بوی دود دوباره به برخی از محلات مسکو بازگشت. شهروندان مسکو از این وضعیت رنج میبرند. رئیس هواشناسی روسیه در مورد بازگشت دود هشدار میدهد. لطفاً به گزارشی در این رابطه توجه فرمایید. روز سه‌شنبه بوی دود ناشی از سوختن باتلاق‌های توربی و جنگل‌ها دوباره در برخی از محلات مسکو ظاهر شد. بوی خفیف سوختگی از جمله در بخش مرکزی پایتخت روسیه احساس می‌شود. در این حال در شمال، شرق و جنوب شرقی مسکو که به نواحی آتش سوزی در باتلاق‌های توربی نزدیک‌تر است، بوی سوختگی احساس نمی‌شود. دود ناشی از آتش سوزی‌های طبیعی که در اواسط هفته گذشته از پایتخت روسیه خارج شد، روزهای شنبه و یک شنبه دوباره در نتیجه وزش باد شرقی مسکو را در خود فرو برد. قبلاً رومان ویلفاند رئیس مرکز هواشناسی روسیه هشدار داده بود که دود تولید شده بر اثر سوختن باتلاق‌ها در محدوده مسکو تا اوایل هفته آینده شهر را ترک نخواهد کرد. در این میان اوضاع آتش سوزی‌های جنگلی به تدریج با ثبات می‌شود. بنابر اطلاعات وزارت اوضاع غیرمترقبه روسیه در 14 منطقه روسیه آتش سوزی‌ها مهار شدند و تقریباً دوباره تا 13500 هکتار از مساحت آتش سوزی‌ها در ناحیه نیژگورود کاسته شده است. وضعیت دشوار همچنین در جنگل‌های مولداوی، مسکو، ریازان و سوردلوفسک مشاهده می‌شود. هنوز خبری از باران نیست و خطر گسترش آتش فعلاً رفع نشده است. هواپیمای کلمبیایی بر اثر اصابت سائقه سه‌تکه شده، اما به طور معجزه آسایی تنها یک نفر کشته شده و 120 نفر زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس و به نقل از پلیس ملی کلمبیا، حادثه هنگام فرود بوئینگ 737 در فرودگاه بین‌المللی روخ اسپینلیا در جزیره سن آندرس رخ داد که سائقه آن را سه تکه کرد. بر این اساس تنها یک نفر کشته شده و 120 نفر از مسافران زخمی شده و راهی بیمارستان شدند. هواپیما هنگام وقوع حادثه 131 نفر مسافر و خدمه داشت. این حادثه در ساعت 1:49 دقیقه بامداد به وقت محلی رخ داد. هواپیما از بوگاتا به این منطقه پرواز کرده بود. فرد کشته شده نیز بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد. از شما دعوت می‌کنم به بخش گزارش‌های تصویری این هفته توجه فرمایید. این بود اخبار این هفته شبکه محبت. در ادامه برنامه، مرد همجنسگرایی که گذشته‌ای تلخ داشت. بینندگان تلویزیون محبت، از شما دعوت می‌کنیم که برنامه پژواک را از طریق فیسبوک، یاهو مسنجر و سکایپ دنبال فرمایید. ایدی ما پژواک شو می باشد. علاقمندان برنامه پژواک، شما می توانید
این برنامه را به صورت زنده هر پنجشنبه ساعت 10:30 شب به وقت تهران تماشا نمایید. همچنین برنامه پژواک 6 بار در طی هفته تکرار می‌گردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً با دفتر این شبکه تماس حاصل فرمایید. خب با سلام مجدد به شما دوستان عزیز و برادر خوبم و با تبریک یک سالگیتون. بله مرسی. در پژواک البته. مرسی. یک ساله شدیم. ولی جدی میخوام بگم که جدا پژواک برای به خصوص ادوین و فریبرز واقعا مثل یک بچه بود در این یک سال واقعا بزرگش کرده. یعنی میدونم چقدر برای دو برادر عزیز چقدر ارزش داشته و واقعا بهتون تبریک میگم چون من که دوستش دارم، حالا نمیدونم لوسش کردیم بچه کجون داره. ولی واقعا نه، یک تیم هستیم. ممنون هستم که داریم من ادونه تشویق میکنی، ولی واقعا همون یک تیم هستیم. بیرنده های عزیز پشت صحنه، حالا اینطور خواهرم صحبت میکنم، پشت صحنه یکی از میشه گفت رکنای مهم برنامه‌مون جنیفر عزیز هست. بنابراین افتخاری هستش که دونیم یک سال بتونستیم با هم دیگه همکاری نزدیکی داشته باشیم و با هم دیگه در تماس باشیم. خیلی باعث برکته. اگر شما اینو میگی چطوری دلتون اومد امروز صبح صبحونه بدون من بریم؟ دیگه ما ادامهش ندیم جنیفر جان. بابا ادیم بریم سوال اساسی. در مورد مسئله مهمتر صحبت کنیم. نه اول واسه که ما خودمون رو تبرئه بکنیم تو تلویزیون بین‌المللی خوبه که بگین که ما منتظر شدیم بیننده های عزیز. باور کنید تا ساعت 7 و 10 دقیقه صبح منتظر شدیم ولی ایشون تماسی گرفت گفتش که من هنوز در خواب هستم و شما برید. بهتون ملحق میشن دو ساعت دیگه. ولی بازم خوشحال هستیم که در خدمتتون هستیم. خب بیننده های عزیز ما معمولا در عرض هفته در سعی میکنیم در این قسمت برنامه دو تا از سوال ها رو گلچین بکنیم، از سوال هایی رو که شما بیننده های محترم برای ما فرستادید و اونها رو گلچین میکنیم و میاریم و با رجوع به کتاب مقدس سعی میکنیم که جواب اونها رو به شما بدیم. این هفته هم دو تا از سوال ها رو گلچین کردیم و گذاشتیم کنار. عزیزان ویدیو رو اگر پخش بکنن یکی از تلفن هایی است که دوستان به ما تماس گرفتن، ما صدای این عزیز رو میشنویم و بعد پاسخ خواهیم داد. سیامک هستم، از شیراز تماس میگیرم. میخواستم لطف کنید اگه میشه یه توضیح مختصری بدید در رابطه با اینکه آیا واقعا بهشت و جهنمی هست یا نه. فقط همین، متشکرم، خداحافظ. شما مرسی سیامک عزیز برای تلفنت. و خب مشخصا بهشت و جهنمی وجود داره. بله. اگر قیامت از مردگان وجود نداشت، پولس رسول میگفت که عبث هست ایمان آوردن ما، عبث هست وعظ ما. بنابراین تمام صحبت ما این هست که بعد از اینکه از این دنیا رفتیم زندگی دیگه وجود داره، این حیات ادامه پیدا میکنه. پرسش اینه که آیا در حضور خدا خواهد بود یا جدا از اون. بله. ولی حالا شاید یه مقدار دیدگاه در این قسمت متفاوت باشه که ماهیت بهشت و جهنم به چه صورت هست یا زندگی بعد از مرگ به چه صورت خواهد بود. بله، من موافق هستم. من فکر میکنم که اگه ما بخوایم بیایم و در قسمت الهیات مسیحی اصلا بخوایم بهشت و جهنم رو بگذاریم کنار، یک چیز ناقصی میشه که بهش نگاه میکنیم. یعنی واقعا غیر معقول هست. و میدونیم که خداوند در مورد بهشت صحبت میکنه و بهشت رو جایی که بیان میکنه در حضور خداوند بیان میکنه، جایی که خدا هست، جایی هستش که بهشته و به ما وعده‌ای رو میده، میگه که شما میتونید در زندگی خودتون در دنیایی که هستید بهشت رو تجربه بکنید وقتی که با من هستید. ولی بدونید که ما برای اون تجربه‌ای که شما با 5-6 حس خودتون دارید، من برای شماها فراهم گذاشتم که شما اون رو خواهید داشت و اون رو تجربه خواهید کرد. پس بنابراین 100% که بهش وجود داره. ولی بیایم توجه به این بکنیم که چگونه ما میتونیم دنیا رو خودمون رو امروز مانند بهش بکنیم و چگونه تجربه بکنیم ملکوت آسمان و بهش رو. من فکر میکنم که این خداوند این ارزیابی ما داده که بتونیم از طریق عیسی مسیح و زندگی که پر از روح خداوند و در راستی کلاممون باشه تجربه بکنیم واقعا چه زندگی شیرینی میتونیم داشته باشیم. کتاب مقدس، البته یه نکته‌ای رو که شاید لازم باشه در موردش صحبت بکنیم که اکثر ما اتفاقا بهش باور داریم، یکی از برنامه‌ها رو هم در همین رابطه صحبت کردیم، اینه که وقتی که از مردگان ما برخاستیم، کتاب مقدس در مورد این مسئله صحبت می‌کنه که بدن تازه‌ای خواهیم داشت. یعنی زندگی من از مرگ ما توی عالم ارواح، یه جایی که اصلا خودمونم نمی‌دونیم توی فضا معلق بشیم، نیست. کلام خدا میگه به ما بدنی تازه خواهد بخشید و بر روی زمینی جدیدی که دوباره خدا بازیافت خواهد کرد و دوباره خلق خواهد کرد ما در زندگی خواهیم کرد. بنابراین این امید بسیار زیبایی هستش که از قیامت از مردگان به کلیسا داده شده. آمین آمین. من صد درصد موافقم. جنیفر جان شما میخواید چیزی اضافه بکنید؟ من جواب شما کامل.
بله من تایید میکنم. آمین. اگر چیز نه من بله نه فقط در تایید فرمایش شما بود که واقعا همین هست. یعنی ما باید بدونیم که شما این قسمتی حتی در مکاشفه نوشته، ولی من هر موقع سراغ مکاشفه میام و میخوام این رو تعبیرش بکنم یه مقداری متوجه میشم که چقدر قوت فهم و درک انسانی کم میاره برای تعبیر درست مکاشفه. و برای همین هستش که وقتی که نگاه میکنیم این مکاشفه در این مورد زیاد صحبت کرده، در مورد بهشت و جهنم زیاد صحبت کرده، ولی وقتی که پای تفسیر میاد اسکالرهای مختلف، دانشمندان مختلف دیدهای مختلف و تفسیرهای مختلفی دارن. ولی اگه بخوایم به اساسش بچسبیم، جواب شما دوست عزیز این هستش که بله، بهشت و جهنم وجود داره. اوکی، با هم بریم قسمت دوم سوال رو نگاه بکنیم. عزیزی که برای ما فرستادن، واژه هللویا به چه معناست؟ فریبر جان، این فکر میکنم پرسش هست که شما خیلی دوست دارید پاسخ بدید، چون به هر حال به پرستش هم ارتباط بسیار مستقیم. هللویا یعنی دوست عزیز، هللویا یعنی خدا رو شکر، به همین راحتی، یعنی خدا رو شکر. و دیدهای مختلفی وجود داره، میدونم در طی تاریخ حتی بعضیا در این مورد، من شنیدم در موردش که کلمه هللویا از وقتی که بوده که وقتی که حتی میخواستن در شادی ها، در جشن های مختلف هل هل بزنن شادی بکنن، حتی قسمتی از اونجا اومده کلمه یا، میدونیم که خدا هست. و بنابراین روی هم رفته به اون معنی خدا رو شکر استفاده میشه. وقتی که ما استفاده میکنیم، میدونم که بخصوص در قسمت پرستش یک معنای خارجی میتونه داشته باشه، ولی معنی خیلی زیبایی داره، واقعا همون خدا رو شکر است. شما ایزان چیز دیگه دفعه کتون میاد؟ من هم تا جایی که میدونم هللویا یعنی خدا رو شکر. یکی ببینید، بازم باید مواظب باشیم. من میام سراغ این که بعضی وقتا بعضی از کلمه ها برای ما کلیشه‌ای میشه، خیلی عادت میکنیم، مثلا هر کسی هر چیز میگه آنها میگیم هللویا یا مثلا خدا رو شکر. بازم مواظب باشیم. من میگم که خوب هستش که بدونیم معنای این کلمات که استفاده میکنیم چی هست، ولی مواظب باشیم که زیاد از حد در جاهایی که نامناسب هست استفاده نکنیم. من به یاد دارم که مثلا یکی از دوستان عزیز ما همیشه تکی کلامش خدا رو شکر بود و چقدرم زیبا بود، در هر چیزی خدا رو شکر میکرد. ولی یادم میاد یه بار در کلیسای نفر اومد گفتش که من درد دارم و زنم سرطان گرفته، گفت خدا رو شکر. خب ما مواظب باشیم که میدونی هر چیزی آدم مواظب باشه، کسی که سرطان داره نمیگیم خدا رو شکر، باید شکرگزاری بکنیم برای فیض خداوند و شفای خداوند. ولی ما مسیح بعد از یه مدت یک لغتنامه مسیح خاص خودمون رو درست میکنیم، دقیقاً، و اینقدر ازش استفاده میکنیم که گاهی اوقات معنای کلمات یعنی برای ما اون معنای عمیق رو نداره. یکی از دلایلی که من سعی میکنم وقتی کتاب مقدس رو میخونم، بعضی وقت از ترجمه هایی که باهاش آشنا نیستم مطالعه بکنم، به خاطر اینکه معانی خیلی تازه تر هست برای من، تا اینکه مثلا یک واژه‌ای رو که بارها مثلا هللویا رو ما اینقدر استفاده کردیم که گاهی اوقات واقعا به زبان میاریم ولی از اصلا معنای مفهومش توی ذهن ما نیست، ارزش واقعیش از دست میره. بچه‌ها خوب هستش که استفاده کنیم و با قلب خوب، نیت خوب به جای درست استفاده بکنیم، خیلی قشنگه. خدا رو شکر، خدا رو شکر همیشه، هللویا. خب ما یک پرسش دیگه هم داریم که عزیزان اگر این رو هم با ما متصل بکنم با هم دیگه خواهیم دید. در رساله تیموتائوس پولس رسول به این اشاره می‌کند که زنان اجازه موعظه و بشارت کلام را ندارند. برای من این قسمت را تفسیر کنید، چون امروزه زنان بسیاری به کار بشارت و موعظه کلام مشغولند. رامین عزیز، رامین جان شما سوال‌های بسیار جنجال برانگیزی می‌پرسید که البته یک بار توی این برنامه در موردش صحبت کردیم، بله. ولی معمولاً چرا میگم جنجال برانگیز؟ به خاطر اینکه دیدگاه‌های مختلفی داره. کلیساهای سالم و خیلی متعهد به کلامی هستن که هر دو دیدگاه رو باور دارن. البته پرسش به نظر من یک پیش‌فرض اشتباهی درش داشت و گفته بود که خانم‌ها یا خواهران اجازه بشارت ندارن. کتاب مقدس هیچ وقت این حرف رو نمیزنه، حتی موعظه رو هم در یک اونهایی هم که حتی مخالف رهبری خانم‌ها توی کلیسا هستن در یک چارچوب این رو تفسیر و تعریفش میکنن. بله شما، من میدونم لبخند داری که داری یه چیزایی میخوای بگی. برادر رامین عزیز، خب برو به مردا گوش بده، چرا گیر دادیم به این زنهای مردا، بزن کارشونو بکنن. آره دیده من شوخی کردم، سوال خوبیه چون میتونه. آره دیده شما چه داریم؟ آره واقعا خودت چه فکر میکنی جنیفر جان؟ راستش ما یه بار همونطور که ادوین هم گفت برادر ساسان رو آوردیم در مورد این هم صحبت کردیم. خب نظرات مختلف هست، خیلی ها خیلی دید الهی به این موضوع، خیلی به دید الهی نگاه میکنن و 100% این چیز رو من میکنم، ولی همطور که ادوین گفت نه در حد بشارت، بلکه در حد تعلیم و به عنوان شبان کلیسا بودن. ولی خیلی ها میگن خب این صحبت ها مال اون زمانه، زمانی که خب زن به قول معروف شاید اون ارزشی که امروز داشت رو نداشت. راستش من برای خود من هم هنوز دقیقا نمیدونم
این چطور میتونه باشه؟ چون وقتی بعضی وقتا زنهایی رو میبینم که شبان کلیسا هستن و موفقیتشون رو میبینم، خب آدم یه ذره شک میکنه به اینکه خب چرا یک زن نمیتونه باشه. در این حال جایی هم میبینیم که خب یک زن شبان چقدر داره به قول معروف به کلیسا آسیب میزنه، یعنی در هر دو قسمتش. ولی من حالا من یک نظر اینجا بدم، صرف اینکه یک خواهری در خدمت شبانی و رهبری کلیسا موفق است نمیتونه در تایید یا رد این آیه به کار بره. ممکنه کلام خود یک موازینی رو گذاشته، ولی به این معنا نیست که شخص نمیتونه تو اون قسمت مثلا یک کار موفق باشه. موفق معنای این که هم سو با کلام خدا بودن نیست، ولی در اجرای رهبری یا رهبری کردن یک گروه. بنابراین من فکر میکنم برای اینکه بتونیم این قسمت رو نگاه کنیم احتیاج به تعبیر درست کتاب مقدس داریم، تا اینکه مثلا بیایم از ظاهرات و مشهودات عام نگاه کنیم بگیم مثلا قسمت کلام درسته یا صحیحه. ولی میگم یک مسئله هست که کلیسا مدت ها باهاش در این قسمت مجادلات الهیاتی و مباحثی داشتی و مسلمان ما در مورد خیلی از مسائل دیدگاه های خیلی مشترک داریم، ولی این یکی از بخشی هستش که کلیسا با هم تفاوت نظر دارن. من فکر میکنم که در تفسیر کتاب مقدس نه فقط در این قسمت، در همش ما باید همونطور که ادوین جان گفتن دو کار باید انجام بشه. یکی تعبیر هست، یکی تعویله. و تعبیر کتاب مقدس این هستش که واقعا میخونیم اینو که داره چی میگه. تعبیرش این هستش که با در نظر گرفته شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی زمانی که نوشته شده ما باید بدونیم که کتاب داره چی میگه. بعد از این یک آیه رو به تنهایی تفسیر نکنیم، ببینیم که متن اون آیه ها که با هم دیگه هستن چی هست و به مخاطب چه کسی هست، در چه شرایطی بوده، در چه موقع زمان تاریخی بوده. و اگه شما توجه بکنید زمانی که پولس اینو به تیموتائوس نوشته زمانی بوده که در قسمت افسوس، در قسمتی که ترکیه کنونی هست، اونجا معبدهایی بوده که به طریق رومی قدیم، به طریق یونانی قدیم زنهای کهنه بودن اونجا که از طریق خودفروشی میگفتن نوع عبادت هست. پس بنابراین وقتی که داریم نگاه میکنیم میبینیم که اگر از نظر تاریخی نگاهش بکنیم میبینیم که چرا پولس همچین حرفی داره به تیموتائوس میزنه. یعنی شما دارید میگید که خواهران در قسمت رهبری کلیسا میتونن. دید من این، ببینید دید من فریبرز این هستش که به نظر من هیچ فرقی خدا بین زن و مرد نمیذاره و این خیلی مهم هستش که ما بدونیم که اگر میخوایم چیزی رو بیان بکنیم و بعدش بایستیم بدونیم که از روی غرور شخصی خودمون نباشه. درست. در کتاب مقدس میبینیم که پولس صحبت میکنه، خطاب در اعمال رسولان به زنهایی صحبت میکنه که میگه هم نبیه بودم و همین که دارن گروههایی رو کنترل میکنن یا خدمت میکنن. پس بنابراین ما جای پای این رو میبینیم که پولس به زنهایی که در امانت داشتن خدمت میکردن صحبت میکنه. سر جنیفر رو چقدر سریع بالا پایین. آره. نه دقیقا صحبتی که فایبرز گوش همین الان میخواستم بگم، حالا در اینکه در یک زن تعلیم دهنده یک کلیسا باشه یا رهبری یک کلیسا شاید خب باشه آیاتی و دلایلی که نباید وجود داشته باشه، ولی همونطور که فریبرز گفت ما در کتاب مقدس می‌بینیم زنها و خدماتی رو که واقعا ماندگار بوده. یعنی ما نباید دیگه از ریشه همه چی رو بزنیم که زن به هیچ عنوان نمیتونه در هیچ جا هیچ خدمتی داشته باشه یا بشارت یا جاهای دیگه. جنیفر جان من فکر نمی‌کنم اون گروهی هم که مخالف این مسئله هستن اصلا خدمت از زنها رو نادیده می‌گیرن و میگن زنها به هیچ وجه در این قسمت نمی‌تونن خدمت بکنن. کتاب مقدس وقتی آیات مشخصی داره بنابراین، ولی حالا اینو میخوام بگم که البته صحبت ما فقط داریم یک صحبت خیلی کلی میکنیم، برای هر دو گروه صحبت های بسیار طولانی و رفرنس ها و مرجع های الهیاتی و آیات خیلی زیادی هست که بعد در مورد اونها مطرح بشه، ولی اون چیزی رو که مهم هست همونطوری که شما بهش اشاره کردید این هستش که با دیدن این آیات و برگشتن به نگاه کردن مسائل سیاسی و اجتماعی و تاریخی و فرهنگی اون زمان و همینطور تمام کتاب مقدس به هم مرتبط، یعنی فقط این بخشی که پولس رسول در مورد اون کلیسای افسوس نوشته و اون داره نصیحت‌ها رو می‌کنه فقط اون اصل روحانی مختص به اون قسمت نیست، یعنی بعد برگردیم نگاه بکنیم اون چارچوب خانوادگی رو و مسئولیت‌های اجتماعی و مذهبی رو که خدا به آدم و حوا میده رو ببینیم به چه صورت هستش. به نظر من خیلی مهم هستش که اینو نگاه کنیم. یادمون یعنی باشه که در تورات عهد عتیق به زنها اون قوت داده نشده، اون دید داده نشده، ولی یادمون باشه که در کتاب مقدس میاد و پولس کسی بوده که میگه که اول مسیح میاد میگه من اومدم برای اینکه کامل بکنم، نه اومدم که جایگزین، نه اومدم که رد بکنم. پس مسیح اومده که کامل بکنه، شریعت رو برداره و فیض رو بیاره. پس وقتی که فیض میاد این مهم هستش که ما بدونیم که فیض مسیح یعنی چی. ولی با وجود این باز هم برمیگرده سراغ مبحث دیگه، این هستش که وقتی که زمان انتخاب کردن هر شخصی چه مرد چه زن
برای خدمتی میشه، باید با تدبیر قبلی، باید با بینش قبلی، با حکمت و با دعا روز و مشاورت با روح القدس باشه وقتی بخواد کسی دستگذاری بشه برای هر خدمتی، چه مرد چه زن. بماند حالا به قول معروف اون مسئله اینکه خانم ها در قسمت رهبری کلیسا اجازه دارند خدمت بکنن، حالا اون یک بحث کاملا جدایی هست، ولی ممکن اون قسمتی که به برنامه امروز میخوره اینه که آیا شخصی که میخواد در قسمت رهبری مثلا باشه، آیا این خواندگی رو داره؟ آیا خداوند او رو خوانده برای این خدمت؟ چون یکی از معضل‌هایی که شاید کلیسای جوان در هر ملیتی ممکنه باهاش برخورد بکنه، به خاطر کمبود رهبران خیلی از اشخاص بلند میشن و در جایگاه رهبران خدمت میکنن و خدمت این اشخاص در جایگاهی که خواندگی و عطایاشو ندارن که امروز به فیض خدا بهش خواهیم پرداخت، باعث میشه که کلیسا نه تنها بنا نشه بلکه در خیلی از قسمت‌ها ضعف داشته باشه. و من متاسفانه خودم در طی مدت ایمانی من با افرادی برخورد کردم، رهبرانی برخورد کردم که خدا رو خیلی دوست داشتن و دارن و دارن خدمت میکنن با جان و دل، ولی بعضی وقتا مشاهده میکنیم که آدم‌ها در جایگاه‌های اشتباهی قرار میگیرن و میبینیم چه آسیب‌های ماندگاری رو که شخص مدت‌ها بعد از اینکه حالا ارتباط خودش با اون کلیسا اون رهبر خاص جدا میکنه، باهاش میمونه و سعی میکنه که دوباره برگرده به حالت اون نرمال و زندگی ایمانی خودش از سر بگیره. بنابراین جایگاه صحیح داشتن در خدمت ما میتونه هم باعث بنا بشه هم باعث ویرانی کلیسا. پس فکر میکنم بد نیست اینجا سوال رو، سوال هفته رو دوباره مطرح بکنیم که از کجا میدونیم که برای چه خواندگی دعوت شدیم. و من میخوام یه چیزی اضافه کنم که اگر عزیزانی هستن که در خدمت هستن، دوست دارم که با ما تماس بگیرن و به ما بگن از کجا میدونن که در جای صحیح خدمتشون ایستادن و میتونه به ما کمک بکنه. به هر حال میتونه جوابهای خیلی زیادی باشه که قابل بحثه. خب خدا رو شکر، ما یکی از امیدوار هستم عزیزم با تماس بگیرم و نظرات خودشونو بدن. میخواییم یه مقدار بیشتر با همدیگه تا این قسمت نگاه کنیم، ولی پیش از اینکه ادامه بدیم از شما دعوت میکنم داستان زندگی جیمز رو نگاه بکنیم و برخواهیم گشت. با شما عزیزان ادامه خواهیم داد. جیمز بیشتر از 30 سال به عنوان همجنس باز خودش رو معرفی میکرد. پدرم تو خونه مقدار زیادی مجله های سکسی داشت و وقتی 6 ساله بودم مجله ها رو پیدا کردم و مطالعه میکردم. در خانه جیمز کتککاری هم زیاد بود. مادرم به مدت 14 سال اول زندگیم دائما منو کتک میزد و همیشه به هم فوش میداد. هنوز که هنوزه رو بدنم جای زخم کتک‌های مادرم وجود داره. پدر بزرگ و مادر بزرگ جیمز تنها پناهگاه او بودن. یک سال اونا جیمز کوچولو رو به اردوی تابستونی مسیحی فرستادند. یادم میاد 9 ساله بودم و توی اردو بود که برای اولین بار قلبم رو به مسیح دادم. ولی شرایط وحشتناک خونه ادامه داشت. چون مادرم دائم منو تنبیه می‌کرد، فکر کردم حتما خدا منو دوست نداره. چون اگه دوست داشت چطور میتونست بذاره من هر روز کتک بخورم؟ طبیعتاً جیمز در مدرسه رو به انزوا آورد. میترسیدم با هم کلاسیام دوست بشم، تا اینکه در سن 13 سالگی از خونه فرار کردم ولی مجبور شدم برگردم خونه. در سن 14 سالگی مادر جیمز اونو از خونه بیرون کرد و جیمز به یک یتیم خونه پناه آورد. برای فرار از دست مادرم و از درد شکنجه های مادرم رو به همجنس بازی آوردم. با این وجود می دونستم که کار اشتباهیه، ولی همجنس گرایی اونو ارضا نمی کرد. پس به مواد مخدر رو آورد. برای خریدن مواد مخدر مجبور شد که دزدی کنه. خوشبختانه یا بدبختانه من دوز خوبی نبودم و همیشه توی تله می افتادم. جیمز بیشتر سالهای جوانیش رو در زندان سپری کرد و بیشتر اوقات زندانش رو در بخش زندانیان روانی گذروند. هر روز خدا رو صدا می کردم. وقتی از زندان آزاد شد، جیمز دو مرتبه رو به مواد مخدر آورد و این بار به خاطر استفاده از سوزن آلوده ایدز گرفت. ایدز گرفتن نهایت ناامیدی رو به همراه داشت. دیگه می دونستم مردنی هستم و ترس از مرگ منو نزدیکتر به خدا کرد. با وجود این باز جیمز به خاطر دزدی به زندان افتاد
و با کسی هم سلولی شد که اونم ایدز داشت و در حال مرگ بود. او مریض بود و خدا به من گفت خودت رو تو چهره این هم زندانیت و هم سلولیت ببین. اگه طریقت رو عوض نکنی همه چیز رو باختی. جیمز فصل جدیدی رو توی زندگیش با خدا شروع کرد و تا به امروز در سان دیگو در همون جامعه قبلی مونده تا بتونه تاثیرگذار باشه. هر روز برای شهرم دعا میکنم، برای جوانای شهرم و برای خودم که قوی باشم. خدا از همجنس بازی آزادم کرد. از خدا میتونه ما رو تبدیل کنه و من بهترین نمونه هستم. تبدیل وقتی میاد که کلام خدا که قدرتی بیشتر از گناه داره در قلب ما شروع میکنه به رشد کردن. داستان زندگی جیمز داستان زندگی خیلی از عزیزانی هست که الان این شهادت زندگی رو نگاه کردن. شاید شما عزیزی که الان بیننده این برنامه هستید هم به یه نوعی با زندگی جیمز خودت رو مطابقت میدید. شرایط نامناسب خانوادگی و اجتماعی ما رو همیشه به مسیرهایی میبره که خوشایند نیستن و نتیجه جز ویرانی برای ما ندارند. اما دوست عزیزی که الان با ناامیدی ها و دلشکستگی ها نشستی و به این دنیای شرور خشمگین هستی، اجازه بده به شما بگم که خدا هم برای این شرایطی که شما به این وضع انداخته خشمگینه و دلش برای شما عزیزان به درد میاد. به همین خاطر راهی برای نجات شما از طریق مسیح تهیه کرده. عیسی مسیح راه نجات، حیات، راه نو شدن. آیا به او اعتماد میکنید؟ از شما دعوت میکنم اما دعا بکنید اگر میخواید که عیسی مسیح زندگی شما رو لمس بکنه و گناهان شما رو پاک بکنه. پدر جان تو رو شکرت میکنم برای محبتت، برای فیضت، به خاطر اینکه تمامی دردهای من رو میبینی، به خاطر اینکه تمام گناهان من به حضور تو، به چشمهای تو آشکاره، به حضور تو دعا میکنم و از تو میخوام که بارهای سنگین من رو برداری. همینطور کلام تو در مزمور میگه که هر روز متحمل بارهای سنگین من میشی. گناهان من رو پاک کن، وضعیت من رو درست کن ای خداوند عزیز، منو صحت ببخش، منو کامل بکن، منو شفا ببخش. اجازه بده در حضور مقدس تو در آزادی، در سلامت به سر ببرم. تو رو شکرت میکنم که دعای منو میشنوی. شکرت میکنم که ای پدر آسمانی از طریق عیسی مسیح حیات رو برای من مهیا کردی که به حضور تو بیام و زندگی داشته باشم، حیات نو داشته باشم. در نام مسیح خداوند این دعا رو میکنم، از تو میطلبم. آمین. اگر عیسی مسیح رو به عنوان خداوند زندگی خودتون بپذیرید، خیلی از پرسش‌های توی ذهن‌های شما پاسخ داده میشه. زندگی بی‌معنا و بی‌هدف شما تبدیل به زندگی هدفمند میشه، زندگی که معنا خواهد داشت، زندگی که برای جلال نام خدا و افراشتن نام عزیز او خواهد بود. آیا امروز به عیسی مسیح اعتماد می‌کنید؟ از شما دعوت می‌کنم که اگر پرسش‌هایی در این رابطه در ذهن خودتون دارید با ما تماس بگیرید و عزیزان در پشت صحنه در اتاق مشاوره منتظر تلفن های شما هستند تا پرسش های شما رو پاسخ بدن و شما رو در این قسمت هدایت بکنن. با ما تماس بگیرید عزیزان. خدا برکت بده ما باشید. عیسی مسیح شفیع ما شد که توسط صلیب اون ما بتونیم رابطه خودمون رو با خدا که توسط گناه تیره و تار شده بود شفاف بکنیم. و تنها راهی که ما میتونیم رابطه خودمون رو با خداوند شفاف بکنیم اینه که عیسی مسیح رو، خداوندی عیسی مسیح رو از صمیم قلب بپذیریم و به زبان اعتراف بکنیم و ایمان داشته باشیم که خداوند او رو از مردگان برخیزانید. دوست عزیز، اگر رابطه تو با خدا برای تو ارزش داره، امروز مشاورین ما منتظر شما هستن تا شما رو راهنمایی بکنن. پخش مستقیم برنامه ها، آرشیو برنامه ها، درخواست دعا، مطالعه انجیل، همه در وبسایت تلویزیون محبت www.mahabbat.tv. خب امروز اینجا هستیم که یک موضوع رو اعلام بکنیم که هر کدوم از ما شاهکار منحصر به فرد خدا هستیم. شاید به قول معروف تعجب بکنیم که چطور ما اینقدر با اعتماد به نفس این رو اعلام می‌کنیم که من یک شاهکار خداوند هستم، ولی
واقعا همینطوره که هر کدوم از ما به ما قدرتی داده شده که شاید به یکی دیگه داده نشده. خدا من اگر تک به تک ما رو انتخاب کرده، قدرتی در ما گذاشته که بتونیم با اون نام اون رو جلال بدیم. امروز میخوام در مورد این صحبت بکنیم که شکل منحصر به فرد ما باعث میشه که خدمت منحصر به فرد خودمون رو داشته باشیم که بتونه نتیجه منحصر به فرد خودش رو داشته باشه. گاهی اوقات عزیزان، خیلی ها این فکر رو میکنم، من حداقل از خیلی از عزیزان شنیدم که اصلا وجود من هیچ هدفی نداره، به دنیا آمدم بدون اینکه بتونم کسی رو خدمت بکنم، زندگی مفید برای کسی باشه. و به طور اتفاقی توی یک کشوری به دنیا آمدم، ایران، و حالا در شرایط خیلی سختی هم توی این خانواده به خصوص که حالا هزار و یه مشکل دارن، هم به دنیا آمدم، دارم باهاشون کلنجار میرم و تو سر هم میزنیم توی این خانواده، چرا همچین وضعیتی رو دارم؟ نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردیم، منحصر به فرد آفریده شدیم، جای خاصی که خدا مقرر کرده، زمان خاصی، حتی خانواده‌مون رو که خدا انتخاب کرده خانواده خاصی هست، رنگمون، رنگ لباسمون که بعد خودمون انتخاب می‌کنیم، رنگ پوستمون که لباس طبیعیمون هستش، خدا انتخاب کرده و ما رو انتخاب کرده که آنطوری که هستیم باشیم. و این اگر این حقیقت رو اگر بفهمیم میتونه به نحو احسن ازش استفاده کنیم برای جلال نام خدا و حتی ارزش خودمون هم بفهمیم، زندگی ما معنا داشته باشه. من فکر میکنم که برای من وقتی این خیلی جا افتاد که به بدن انسان نگاه میکردم، میدیدم که هر اجزایی وظیفه خودشو داره، کار خودشو داره. خدا برای تک تک ماها در بدن مسیح یک هدف مخصوصی داره. لازم نیست که همه دست باشن، لازم نیست که همه قلب باشن، لازم نیست که همه پا باشن. میخواد که در بدن مسیح بعضیا پوست باشن، استخون باشن، جگر باشن، کلیه باشن. بعضی وقتا میدونید که شخصیت‌های قوی، مثلا بعضی از شبانان، ممکنه دیگرانو جذب کنه و همه بگن خب حالا خواندگی من این هستش که من شبان بشم. و بعد مواظب باشیم که بدونیم که چه چیزی احساسات میتونه باشه، چه چیزی خارج از احساسات و ما رو خونده. پس بنابراین منم موافق هستم که 100% منحصر به فرد هستیم، هر کدوم از ما. خیلی قشنگ گفتی وقتی که اینو گفتی، لبخندی روی لب من و ادبی دوتون اومد که هر کدوم از ما شاهکارهای خداوند هستیم. و چقدر شیرین گفتی، چقدر قشنگ گفتی. من در افسسیان این رو تایید میکنه، افسسیان باب 2 آیه 10 میگه زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. آفرین. و اینا شوگذاری داره. دیشب صحبتی که میکردیم با یکی از عزیزان که با هم دیگه بودیم، از شما از اینجا یه سوال کرد، گفتش که پس ما چرا شوگذاری میکنیم، چه دلایلی داره؟ و شما یک دلیلی داری که من موهای بدنم سیخ شد از بس قشنگ بود. اینو فکر میکنم که موضوع باشه که اینجا بگیم که همه ماها چون که یک شاهکار خداوند هستیم، پس جای شکرگزاری داره. چرا شکرگزاری میکنیم؟ میتونیم اون پاسخ ده؟ من حافظم خیلی وضعش خرابه این اواخر، ولی فکر میکنم به خاطر این شکرگزاری کردیم که خداوند نیکوست. آفرین. و ما رو انتخاب کرده. خدا میتونه حق ما رو در کف دستمون به قول معروف بذاره و ما رو اجازه بده به جهنم بریم، ولی بخاطر همین که زنده هستیم ما رو امروز بخشیده و در خانواده خودش آمین. قرار داده و این فرصت رو داریم تا خداوند رو جلال بدیم. و آیه‌ای که خوندید آیه خیلی قشنگی هست. وقتی میگه صنعت دست او هستیم، خدا یک چیز ناقص رو نمی آفرینه. ممکنه به خاطر گناه الان در دنیایی باشیم که از لحاظ فیزیکی ممکنه خیلی ها با مشکل به دنیا میان، یا به قول معروف در یک دنیایی به نظر ناکامل داریم زندگی میکنیم، ولی انسان فقط جسمش نیست. یعنی با نگاه کردن به جسم نمیتونیم داوری بکنیم بگیم که این خلقت کامل خداست. شما یه حرف همیشه زیبایی داری که میگی که ما قبل از اینکه یک جسم باشیم یک موجودات روحانی هستیم، و واقعا هم همینطوره. روح ماست که اینجا توجه به خیلی مخصوصی، البته جسم ما هم در این بار مسیح جایگاه ویژه‌ای داره که به فیض خدا اون رو بازیافت خواهد کرد و جسم جدیدی خواهیم داشت، ولی ما موجودات روحانی هستیم که خدا ما رو خلق کرده. و این موجودات منحصر به فرد شاهکارهایی هستن که البته بعضی شاهکارهایی خیلی بهتری هستن از بقیه انگار، ولی خدا ما رو شاهکارهایی خلق کرده که داریم میدرخشیم. آیا امکان داره خدا یک انسانی رو خلق کنه، تصویر او باشه، موافق و شبیه خدا خلق بشه و شاهکار نباشه؟ ما داریم انعکاس جلال خدا رو به دنیا بازتاب می‌نیم. آفرین. آمین. چه قشنگی دادم. یک کتاب مقدس میگه که شما چرا چراغ روشن رو قایم می‌کنید؟ بیارتش بیرون که بدرخشه. هر کدوم از ما جواهر یا گوهرای هستیم برای خداوند که بعد بدرخشیم. من این مثال الماس میاد به فکرم. الماس وقتی که میتراشنش خیلی خیلی نورهای مختلفی رو منور می‌کنه، یعنی خیلی پخش می‌کنه. جالبش این هستش که شما اگه فقط یک اشعه نور رو از یک سو فقط روی الماس بندازید، شعاهایی که و پرتوهایی رو که از زوایای مختلف بارشش میزنه بیرون، میتونه حتی یک اتاق رو روشن بکنه.
چقدر زیبا میشه که ما اون الماس باشیم برای خداوند، پاک، بی‌آلایش، زیبا، و بدونیم چگونه باید بدرخشیم و کجا باید بدرخشیم. پس این خواندگی میاد سراغ این که فکر میکنه همین تو الکی نیستش که خداوند میگه خب حالا تو شگفت انگیز هستی چون مانند در چهره من ساخته شدی، ولی حالا بیا خودتو بذار توی ویترین. یک برنامه مخصوص خداوند داره. شما یک چیز درست کردی در مورد اون 5 تا چیز بهش میگن شیپ. اجازه بدید من یه سوالی رو بعد از تمام اینها مطرح بکنم که شاید خیلی واضح‌تر باشه اون شیپ رو بعد که سراغش میریم. خب ما در این صحبت کردیم که هر کدوم ما پس باید خواندگی داشته باشیم، یعنی یک مسیح حتما خواندگی دارید، عطایی خدا هم بهش عطا کرده، ولی دو تا سوال اینجا مطرح میشه که آیا میتونیم هر چه که میخوایم باشیم و یا اینکه آیا میتونیم هر چیزی باشیم که خدا از ما میخواد. این الان برمیگرده به اون قضیه شیء. خیلی وقتا ما این جایگاه این دو تا رو عوض میکنیم، چیزی که خودمون میخوایم باشیم، چیزی که خونده شدیم. یه نکته دیگه ای هم که شاید توی اول صحبت‌ها بهش اشاره کردید و خیلی مهمه، حداقل توی قسمت خدمت کلیسایی که میرسه ما اینا رو فکر میکنیم که جایگاهش عوض شده و فکر میکنیم هر کسی رو که خدا خونده حتما باید بیاد موعظه بکنه. هر کسی رو که اگر میگم که خواندگی دارم به این معناست که باید وعظ بکنم، باید تعلیم بدم، و خیلی از جایگاه‌های مهم خدمتی به نظر خیلی بی ارزش میاد، یعنی اهمیتش به اندازه خدمت‌هایی که جلوی چشم هستش به نظر نمیاد و چقدر جای تأسف داره که خادمانی هستن مؤثر در کلیسا و در بدن مسیح که تلفن رو بگیریم. نه. من فقط در تایید حرفای شما اینو می‌خواستم بگم که شاید خیلی ضرب و مثلیه که خیلی در موعظه ها گفته میشه که میگن خب چشم در صورت خیلی زیباست ولی هیچ کس نمیتونه بدون کلیه زندگی بکنه. شاید یک فرد بتونه بدون چشم زندگی کنه ولی هیچ کس نمیتونه بدون کلیه زندگی کنه، و هیچ وقت ما نشدیم که چه کلیه قشنگی داری. خب مسلما کلیهش از شکل ظاهری زیبایی ندارم، تو که شما گفتیم شاید ما میخوایم خیلی بدرخشیم، خیلی صحبت بکنیم، شعبان ها باشیم، سخنرانی ها بکنیم، ولی اون کلیسا بدون اون کلیه هم نمیتونه زنده باشه. بعضی وقتا خدمت های خیلی همون نقش حیاتی داره، بله، و ارزش نهاده نمیشه. خدا کنه یک روزی رو توی کلیسا مثل خیلی از اعیادی که الان داریم و جشن میگیریم برای قدردانی خدمت هایی که دیده نمیشن بگذاریم، بله، و عزیزانی رو که توی بعضی از قسمت ها صادقانه و دارن با زحمت خدمت میکشن ازشون قدردانی کنیم. البته ما نمیخوایم انسان رو جلال بدیم ولی به احتیاج به تشویق داریم. درست. چقدر خسته کننده میشه وقتی که داری خداوند رو خدمت میکنی، بدن مسیح رو خدمت میکنی، با اینکه خداوند همیشه ما رو تازه میکنه ولی هم قطار تو، هم عضو یک بدن هستی، هم خانوادگی تو، اون کسی که توی یک خانواده هستن، عضو خانوادت تو رو ارزش و خدمت تو رو متوجه نمیشه. و مطمئنم خیلی از شما عزیزان رو دیدید که توی این قسمت خیلی دلشکست و ناراحت و بارهای سنگین میان. دیشب بردم اجازه به حوزه بیان یه حرف خیلی قشنگی زد، گفتش که بعضی از خدمات هستن که وقتی که دارن نیکو خدمت میکنن در چشم نیست، ولی یک جا یک اشتباه کوچولو باشه آنن مطرح میشه و یک شبه میتونه ضربه بره. چقدر مهم هستش که ما قدردانی بکنیم مثلا دیگه. خب ببین جان شما فهمیدید یک تلفن بله، داریم؟ تلفن داریم. البته تلفن های بعضی در مورد شبانی زن بود، طبق معمول همون پیشبینی درستی بود که صحبت جنجال برانگیزه، ولی اجازه بدید ما هم جواب بدیم. سریای عزیز رو یک شهادتی در مورد برنامه پژواک و اینکه خدا از این برنامه برای جلال نام خودش استفاده کرده. سرای جان شما روی خط هستید، خواهرام بفرمایید. الو بفرمایید. سلام به شما. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. مرسی، ممنون، شبتون بخیر. خوشحالم دعوتتون رو میبینم. مرسی که تماس گرفتیم. بفرمایید. میشنوم. خوب میکنم از برنامه خوبتون. ممنون، متشکرم. از تلویزیون گوش نکنید سریا عزیز، از تلفن با ما ملحق بشید که اون فاصله هم نداشته باشیم. بفرمایید. بفرمایید. من حدود یه حجمایی میشید با شوهرم، پسر بزرگم و دومادم و دخترم ایمان آوردن به عیسی مسیح، به عیسی خداوند، خدا رو شکر. تقدیم یاد کردم من، شوهرم، دومادم، پسر بزرگم، خدا رو شکر. خدا رو شکر میکنم که الان پاک هستم، خدا رو شکر. واقعا جلال
زندگیم اومد. آمین. پس شما الان یک خلقت تازه هستی. خیلی زندگی آشفته‌ای داشتم. اصلا هم که فکر نمی کردم که بتونم موادم رو ترک کنم. الان 6 ماه خورده با شوهرم مصرف کردم. خدا رو شکر. واقعا خدا رو شکر. سرای عزیز، دوستان عزیز میگن که برنامه پژواک رو شما داشتید مشاهده میکردید. آیا صحبتی در برنامه پژواک شد که شما خدا از طریق اون قلب شما رو لمس کرد یا پاسخی دریافت کردید؟ یه موقع در مورد اون توضیح بدید. ببخشید صداتو خیلی کم میاد، نمیشنوم. عزیزان توی اتاق کنترل گفتن که شما توی پشت تلفن گفتی که برنامه پژواک رو داشتید مشاهده میکردید و بله بفهمید. بله برنامه پژواک رو داشتم میدیدم که شمارش یادداشت کردم، گفتم باهاتون تماس بگیرم. شوهرم وقت نیست، بعد از منم میتونه صحبت کنه. حالا شوهرم صحبت میکنم باهاتون. اگه اجازه بدید شوهرم هم صحبت کنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. ببخشید من یه خود تشکر گرفتم، نمیتونم درست کنم. سارایا جان، قبل از اینکه همسرتون رو پای تلفن بگذارید، من فقط میخواستم بهتون بگم که ما بهتون تبریک میگیم. قدمی که شما برداشتید معجزه آسمانی هست و شما یه خلقت شگفت‌انگیز در خداوند هستین. خودتون، همسر عزیزتون و پسرتون خلقت شگفت‌انگیزی هستید. خدا رو شما رو دوست داره و ما هم شما رو دوست داریم. آمین. ممنونم خانم، متشکرم. مرسی. قربان شما. خوش نمیدونم به شوهرم باشم. الو جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. فقط خواهش میکنم با تلفن با ما صحبت بکنید که خیلی راحت تر میشه برای هر دوی ما. تلویزیون صداشو کم کنید. به تلویزیون گوش ندید. سلام بر شما، شبتون بخیر. نه خیلی. الو جانم بفرمایید. الو میشنویم صداتون. سلام. سلام. شب شما بخیر. خدمت خواهر عزیزم، برادران عزیزم سلام عرض میکنم. سلام. من خودم به حدود از یکی که ما حدود 8 ماه پیش ما به اصلا سر بزرگ حضرت با تحقیقات که می کردیم به ایسای مسیح سای خداوند ایمان رو بردیم، ایمان کامل رو بردیم و من به اینه دیدم جلال عیسی مو جلال خداوند دیدم. من خدا رو شکر، خدا رو شاهد میگیرم که تمام گفتهام حقیقته. این چند روزی که من به اصطلاح توی خونه بهبودی بودم اونجوری داشتم ترک میکردم، یکی از دوستان من که مواظب من بود و شب بالاتر من بود سه تا دونه شیرینی به من داد. من یادم نمیاد، ایشون خودش تعریف میکرد. اون من نصف شب که بلند شدم میاد که این شیرینی ها به صورت سلیب یک شروعی تیشونه دوشی دو سنگی شونه ها گذاشتی. من فکر نمی کردم برای یک روز بتونم قصد مصرف کنم، ولی عیسای ما، عیسای خداوند کمک کرد که من از من و خانوادم از گرفتاری مواد نجات پیدا کردیم. شکر. و الان اصلا روزه شما که بازم احتیاج داریم به دعای شما و اگر ما رو قابل بدونید که برای ما دعا کنید. حتما برادر خوبم. من یکی از پسرهای من پسر کوچیکم 23 سالشه این همه مصرف میکنه. خواستم که براش دعا کنید انشاءالله. به امید خدا، اون هم در دستای خداونده. به قول معروف صحبتایی که شما میکنی مطمئنا یک ملاقاتی بوده، وگرنه هیچ کس نمیتونه با منطق انسانی خودش این صحبت رو
انجام بده و میخوام ازتون که واقعا در ایمانتون بمونین، در مشارکت با ایماندارها بمونین و در کلام خداوند بمونین تا به قول معروف خداوند شما رو رشد بده در خودش، و ما برای شما در دعا خواهیم بود. مرسی از تماستون، مرسی از شهادتی که دادین، و باز هم هر سه نفر ما به شما خوش آمد میگی به خانواده مسیحی. برادر خواهر عزیز، به هر حال این مشکلی که توی خانواده ها اتفاق میفته و این احتیاج هستش که دیگران هم توی کمک کردن به شما سهیم باشن، برای این تشویق میکنم حتما اولا ارتباط خودتون رو با مشاورین ما حفظ بکنید و اجازه بدید که به هر حال توی این مسیر شما رو کمک بکنن و این تنها نبودن به شما خیلی بیشتر قوت خواهد بخشید تا در این مسیر جلو برید. و اگر کلیسای محلی بود که میتونید بهش وصل بشید، این هم به شما کمک خواهد کرد که این مشارکت ها به شما بتونه شما رو تو این قسمت قوت ببخشه. بنابراین خدا رو شکر میکنم برای وجودتون و میخواهید برای عزیزان دعا بکنید برای برکتشون و برای رشد روحانیشون. آمین. یک دعای بکنیم برای عزیزان. پس بیننده های عزیز، شما هم به ما ملحق بشین و با هم دیگه دست شکرگزاری به حضور خداوند ببریم. واقعا خدا با محبت ممنون حضورت هستیم که تو هیچ وقت ما رو فراموش نمی‌کنی، و ممنون هستیم که همیشه محبت تو شامل تک تک ما میشه در هر شرایطی که باشیم، در هر سختی و ناراحتی که باشیم، در تو همیشه بر ما باز بوده. پس شکرگزاری میکنیم برای سرایه عزیز، برای همسر محترمشون و برای خانوادهشون که با از طریق جدیدی با تو آشنا شدن. من ممنون تو هستم خداوند که کار تو تبدیل هست و زندگی اونها رو تبدیل کردی از مرگ به حیات. در نام مسیح شکرگزاری میکنیم و من میگم هللویا، شکر خداوند برای معجزه‌ای که انجام دادی. من دعا میکنم که به خصوص خانواده عزیزم و پسرشون که هنوز دست و پنجه داره نرم میکنه با اعتیاد، از اعتیاد آزاد بشه. من دعا میکنم که معجزه و خداوند قوت آیات و معجزات تو در زندگی این خانواده به خصوص چنان کار بکنه که نمونه بارزی از جلال آسمانی پدر ما باشن. ممنون حضورت هستیم، شکرگزاری میکنیم برای این خانواده که نور تو رو میدرخشن. در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین آمین. خدا رو شکر، چقدر زیباست. عزیزانی که از طریق یاهو مسنجر دارین نظرات خودتون رو به ما در میون میذارین، ما اینها رو داریم میبینیم و بازم ممنون هستیم. اگر اجازه بدید این وسط من یکی دو تا از نظر عزیزانم بگم. یکی از عزیزان سوال کردن، میگن اگر کسی ببخشید، بعضی از عزیزان میگن که اگر در خوندگی خودمون باشیم آیا این عطایا از ما رد میشه، رها میشه، بعد چیکار انجام بدیم؟ من اگه اجازه بدید یه مقداری، یه نفر دیگه میگه آیا خواندگی از ما گرفته هم میشه یا نه. اینا سوال خیلی خوبی هست و اجازه بدید که اینها رو در طی جلسه بتونیم با هم دیگه باز بکنیم و صحبت بکنیم و در خدمتتون هستیم. خب ما ادامه میدیم با صحبت‌های خودمون. بله، تو این قسمت البته ما این رو از یک کتابی داریم صحبت می‌کنیم. قصد ما این نیستش که می‌خوایم امروز تو این برنامه تمام این رو با هم دیگه نگاه بکنیم، ولی می‌تونیم ما به قول معروف یک مقدمه ای رو داشته باشیم به اون صحبت هایی که مهم هستش. کتاب، مرسی جنیفر جان، نوشته ای اریک ریز هست، تلخیص و نگارش کشیش دکتر ساسان توسلی هست. هدف منحصر به فرد به زندگی شما نام کتاب هستش که به هر حال نکات مختلفی رو مورد بررسی قرار میده و مسائل مختلفی رو مطرح میکنه که به مخفف واژه انگلیسی شیپ، که هر کدوم از این حرفا در این واژه شکل نماینده یک واژه دیگری هستش که اگه اجازه بدید من بخونم از اینجا. حرف S برای عطایای روحانی spiritual gifts، حرف H برای دل یا heart، حرف A قابلیت ها یا abilities، حرف P برای شخصیت یا personality، حرف E برای تجارب یا experience، که اینو با هم دیگه یک نگاه کوتاهی خواهیم داشت که واقعا جایگاه این بخش ها توی دریافتن و تشخیص خواندگی ما برای خدمت چگونه هستش و چگونه باید به این مسئله ما نزدیک بشیم. اول این قسمت رو که میخوایم با هم دیگه نگاه بکنیم، شاید بد نباشه توضیحی هم شما عزیزان بدید، این هستش که عطایای روحانی چه نقشی رو توی این قسمت بازی میکنم. بله. به هر حال خواندگی یک بخشیش این هستش که ما تشخیص بدیم که این عطا و این خواندگی آیا همراه با یک عطای روحانی هست یا خیر. آفرین. حالا پس میام سراغ این که اصلا عطای روحانی چیه؟ و این مهم هستش که در این مورد بازش بکنیم و یه مقداری صحبت بکنیم. عطای روحانی عزیزان بدونیم چی نیست. عطای روحانی خصوصیت شخصیتی ما نیست. حالا مثلا بگیم یه نفر یک سخنگوی خوبی هست، یک نفر مثلا اطلاعات جامعی داره در مورد کتاب مقدس، اینها نیست شما بگیم که خصوصیت شخصی داریم. یا عطای زمانی به بهترین وجه
عمل نمی‌کنه که ما در لاک خودمون باشیم و کاری انجام ندیم. عطای روحانی همون ثمره روح نیست که ما بهش در مورد غلاطیان صحبت می‌کنیم. پس عطای روحانی چیه؟ من اگه بایز بدین از این قسمت می‌خونم، میگه عطای روحانی رو میتوان به صورت آن قابلیت خاص خدادادی تعریف کرد که از سوی روح القدس به هر ایمانداری، به هنگام توبه و بازگشتش داده می‌شود تا محبت خدا را به دیگران برساند و بدن مسیح را مستحکم کند، که در اول پتروس 14 می‌خوانیم که خدا بخشنده عطاها هست، همچنون کارگزاران امین بر فیض گوناگون خداوند یکدیگر را خدمت کنید. اینو در هزاران نوشته. نکته خیلی مهمی که شما بهش اشاره کردید و مسئله این هستش که ببین، اگر ما بدن عیسی مسیح، کلیسا رو به عنوان یک بدن مسیح در نظر بگیریم که عیسی مسیح سر اون هست، برای هر یک از این اعضای بدن داره یک کاربرد مشخصی هستن، دست حالا هر کاری که میکنه، پا، چشم، و خب این به معنای این هستش که هر کدوم از این اعضا داره یک خدمتی هستن. درست. پس اگر عطای روحانی داریم، جایگاهی برای خدمت ما هم وجود داره. این نکته خیلی مهمی است که پس بنابر این عطا به ما داده شده، جایی هست که ما میتونیم از این خدمت خودمون استفاده کنیم. و فهمیدن این حقیقت که عطا هست و من آدم به درد نخوری نیستم، من کسی هستم که وجود من ارزش داره برای بنای بدن مسیح، برای اینکه ایمانداران رو بنا بکنه، بنابر این یک احساس ارزش مثبت و کتاب مقدسی هم به ما دست میده و به نظرم این تشویق بسیار عالیه برای هر یک از ما. در اول قرنتیان 12:7 خیلی راحت صحبت میکنه و میگه که خدا عطایا رو به همه میده، نه به افراد خاص. خیلی جالبه که بیشتر بر روی این هم تاکید میکنه در همون اول قرنتیان 12:7 که میگه ولی هر کس را ظهور روح به جهت منفعت عطا میشود، منفعت همگان در واقع داده میشود. یعنی ما بعد از اینکه ما کشف کردیم عطایامون چیه، بعد از اینکه فهمیدیم مثلا عطای روحانی چیه، بعد بفهمیم هدفش از اون عطایا چیه. بله. آیا فقط اون رو داریم برای خودمحوری خودمون استفاده میکنیم، برای منفعت خودمون؟ اگه اونه، باید بدونیم که یه ذره جای اشتباهی ایستادیم، چون که اگر اون عطا شده برای منفعت همگان عطا شده. در بعضی از کلیساها سیستم‌های وجود داره که میان و شورای میذارن که ببینن که عطایای روحانی اشخاص چی هست. من فکر می‌کنم این کار بدی نیست، ولی من مجددا بر این عقیده هستم که در طبق چیزی که داریم به کتاب صحبت می‌کنیم و می‌خونیم در کتاب مقدس، بیانگر این هستش که خود شخص بعد از خداوند دریافت کنه که خواندگیش چی هست. و این خیلی مهم هست. من فکر می‌کنم البته این کاملا درسته، یعنی خود شخص اولین نفری هستش که مرحله‌اش خود شخصه. بله، که می‌تونه تشخیص بده. گاهی اوقات این تشخیص هم اونقدر کامل نیست، به خاطر اینکه ما سلیقه‌های شخصی، آرزوهای شخصی خودمون هم درش دخالت می‌دیم و این باعث میشه که ما خیلی بعض وقت اشتباه بکنیم. یعنی کاری رو که دوست داریم انجام بدیم رو به این منظور بگیریم که می‌خواد این رو خداوند این عطا رو به ما داده و می‌خواد از ما استفاده بکنه. بنابراین حرفتون کاملا درسته، اول خودمون هستیم که باید اینو تشخیص بدیم، ولی در نهایت بازم کلیسا با ما کمک میکنه که میگه توجهامون متمرکزتر به این مسئله باشه، چون آمین. هر کدومون به قول معروف ما مسیحی‌ها به هر حال یک قسمت، یک حقیقتی رو داریم که دوست داریم با همه در میون بگذاریم، و این در میون گذاشتن حقیقت گاهی اوقات به این تدبیر میشه، تعبیر میشه که ما باید همیشه واعظ باشیم، باید همیشه معلم باشیم و دوست داریم جایگاه رو داشته باشیم. فکر می‌کنم یک طوری ما می‌تونیم محک بزنیم که آیا واقعاً عطایایی که ما داریم یا خواندگی یا عطایایی که وجود داره، آیا اینها در محبت و در فروتنی ساخته شده یا نه. چون یکی از فکر می‌کنم استانداردها یا چارچوب‌هایی رو که نشون دهنده این هستش که واقعاً اهمیت عطیه که داریم چی هست، واقعاً در محبت و در فروتنی، یعنی باید بدونیم که محبت خداوند رو منعکس می‌کنه در بدن مسیح را تشخیص میکنه، و اینکه ما در فروتنی داریم قدم برمیداریم. همونطور که شما گفتی، ممکنه یک نفر که واقعا سخنور خیلی خوبی باشه خوانده بشه که اصلا موعظه نکنه. بله. و انقدر بعد فروتن باشه که بگه خب خداوند من خونده که حرف نزنم، ولی یک جای دیگه به هم یک عطیه داره میده که ازش خدمت بشه، ازش استفاده بشه. بله، تشخیص درست عطای هست. بله. دقیقاً دعاهایی که میگن بر سر راه کاربرد عطا هست این که خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم. خیلی به قول معروف یکی از اونها اینه که من خودم رو با یک واعظ مقایسه بکنم، من بگم اون خوب صحبت میکنه، من هم باید مثل اون صحبت بکنم، ولی در صورتی که خدا من شاید چیز دیگه ای رو در من قرار داده. و همونطور که شما گفتین، چقدر خطرناک میتونه باشه که اگر من یه واعظ باشم چقدر میتونم مخرب باشم. بله. یکی از دامهای دیگه من فکر میکنم برون افکنیه، که ما فکر بکنیم که همه دیدشون مثل دید ما هست و بعد مانند ما به مسائل روبرو بشه و نگاه بکنن، و این بازم این مقدار غرور درش میاره. ما گاهی اوقات یادمون میره که وقتی که در مورد عطا صحبت میکنیم، بخششی هست
که خدا به یک شخص منحصر به فرد داده، جایگاه منحصر به فردی هم برای اون شخص برای خدمتش تعیین کرده. بنابراین اگر بخوایم دائم در حال مقایسه باشیم و فکر بکنیم که حالا ما هم یک شاهکار نکنه، یه شاهکار خوبی بودم، خدا داره این عطایا رو به من بده و این غرور وارد خدمت بشه، اینا همه میتونه دست به دست هم بده و اون مفید بودن خدمت رو از ما بگیره و جای تاسفه. دقیقاً ادوین جان، برعکس این هم بعضی وقتا یک دامه. بعضی وقتا ما اعتماد به نفس زیادمون باعث میشه یه ذره خراب بکنیم، بعضی وقتا اعتماد به نفس کم که آیا من هم میتونم عطایی داشته باشم، و بعضی وقتا ما خیلی وقتا انکار میکنیم عطایایی رو که خداوند به ما داده. خب یعنی در واقع ما داریم جلوی اون کاری رو که خداوند میتونه توسط ما انجام بده میگیریم با انکار اون عطایا. یه سوال شخصی بکنم از شما عزیزان، شما چه مدت طول کشید؟ البته میدونم که به هر حال برای هر کسی فرق میکنه، یک اصل ثابت شده برای همه نیست که حالا بعد از یک مدت خیلی کوتاهی در ایمان مشخص بشه که در چه خدمتی خوانده شدن. گاهی اوقات خدا بعضی‌ها رو مثل موسی 80 سال شاید میگذرونه تا به یک جایگاهی برسونه که ازشون استفاده کنه، بعضی‌ها هم خیلی زود در جایگاه‌های مختلف استفاده میکنه. برای شما شخصا کی متوجه شدید که خدا شما رو برای خدمت خونده، و بعد کی برای شما این مسئله آشکار و واضح شد که خدمتی که خدا از شما میخواد در چه قسمت و زمینه‌ای هستش؟ همونجوری که من فکر میکنم، البته من یه ذره با تقلب دارم میگم، که میگن در طی خدمت این مشخص میشه. ما به نظرم باید شروع به انجام یک کاری بکنیم که بفهمیم آیا من برای این ساخته شدم یا نه. اگر ما فقط در تفکرات خودمون بگیم من میتونم معلم خوبی باشم، ولی تا وقتی که شروع به این کار نکنم و نتیجه اون کار رو نبینم، نمیتونم به قول معروف مطمئن بشم. و من خودم از وقتی که ایمان آوردم میتونم بگم عاشق خدمت بودم. یعنی یکی از بزرگترین چیزهایی که باعث شد که من در خداوند بمونم خدمته. یعنی اینقدر فکر و قلب منو تقویت میکنه که واقعا فکر میکنم اگر خدمت منو از من بگیرم من میمیرم. و خب همونطور که گفتم در طی این همه سال شاید خیلی کارهای مختلف انجام دادم تا اینکه به قول معروف پیدا کردم یا حالا پیدا خواهم کرد جایی رو که باید بایستم. من فکر میکنم برای خدمت هم شکوفا میشه. یعنی اول وقتی که خدا من فکر میکنم با یه عطایایی داده، عطایا رو در مکانهای مختلف در شرایط خاصی که هست در سطحهای مختلفی ازش استفاده میکنه. بنابراین من فکر میکنم همون آغاز ایمانی که آوردید مطمئنا خدمتهایی که الان دارید خیلی مسئولیتش بیشتر هستش و بله. شاید این مقدار کارهاش هم سنگین تر هستش. حالا ما در مورد تاثیرش صحبت نمی کنم، ما کوچکترین کارم ممکنه بکنیم تاثیر ابدی داره و همش ارزشمنده، ولی از لحاظ گسترده بودن فکر می کنم به هر حال و مسئولیت ها خیلی هم با بلوغ روحانی هم یه هماهنگی خاصی داره. شما فریبا جان، به قسمت تجارب میرسیم به اون چیزی که شما الان گفتین. در مورد بلوغ روحانی صحبت کردین، سالی که داریم میکنین سال خیلی قشنگی هست. برای من شخصا یک 4-5 سال طول کشید. چرا؟ چون که در اون 4-5 سال اول وقتی که در حال رشد بودم، داشتم رشد می‌کردم در زمینه‌های مختلف مسیحیت، وقتی که وارد می‌شدم و جذب می‌شدم فکر می‌کردم که من حالا اینو می‌خوام. مثل یک جایی هستش که آدم میره یک مهمونی، مثلا میره 5 نوع غذا مختلف درست کردن، غذا اولی که می‌بینه مثلا میگه آه چقدر خوبه، من اینو می‌خوام بخورم امشب، بعدش میگه نه من اونو می‌خوام، بعدش میگه آخر سر میگه من همه‌شو می‌خوام بخورم. برای من یه 4-5 سال طول کشید که واقعا متوجه بشم که خواندگی من چی هست. من می‌دونم خواندگیم در قسمت پرستش موسیقی هست و تجهیز کلیساها برای خدمت پرستشه. من این خواندگی رو روز میتونم بهتون بگم همون هفته‌های اولین که به مسیح ایمان آوردم خودم تشخیص ندادم، شبان کلیسا بر من تشخیص داد و منو تشویق کردن که در اون قسمت برم جلو و از خدا بشنوم. پیش خودم میگفتم خب این یک استعدادی که من دارم در موسیقی، ولی این خواندگی من نیست، اینو انجام میدم، یه چیز بزرگتر و بهتر میخوام. و بعضی وقتا غرور میاد تو. بازم در مورد بلوغ روحانی داریم صحبت میکنیم که خداوند اجازه میده که در اولش ما جذب همه چیز بشیم، همه چیز برامون طوری باشه که براش ولع داریم، ولی بعد از مدتی بلوغ روحانی میاد. بعد از مدتی متوجه میشیم که واقعا خواندگی بر اساس استعداد شخصی نیست، بر اساس خواسته خداوند هست که چگونه ما میتونیم برای او بهترین چیزی باشیم. حتی اگه شک داشته باشیم در مورد توانایی فکری و جسمیمون برای انجام اون کار. پس برای من چند سالی طول کشید که واقعا فهمیدم که نه، من خوانده نشدم شبان باشم، من خوانده نشدم کار مختلف انجام بدم، من خوانده شدم که در قسمت پرستش و موسیقی در این قسمت باشم و قدم بردارم. حالا برعکس شما، خدا به من اصلا خدمت خواندن رو نداده.
گلوی من متاسفانه چند تا اکتاب نداریم، از یک کلیدی شروع میشه چند تا کلید حذف شده اونجا و بعد دوباره شروع میشه. تان دیروز مهمان برنامه جیلبرت بودین توی برنامه تلویزیونیشون، شما هم بودین اونجا و من تمام اونها خاطرات یادآوری شد که من 6 سال پیش رهبر پرستش کلیسایی بودم و این مشکل من بود که بتونم روی نوت بخونم، حالا نمیدونم چه کسی مجبورم کرده بود توی این قسمت خدمت بکنم. ولی همونطور که گفتید داشتن استعدادها هم کمک میکنه آدم تشخیص بده که واقعا توی چه مسیری باید بره. اینجا بعضی وقتا ما الان در مورد عطایا صحبت کردیم که هر کسی عطایایی داره و باید بر حسب اون چیزی که خداوند ازش میخواد انجام بده. آیا خداوند میاد عطایی رو به ما انجام بده که اصلا ما هیچ اشتیاقی نسبت بهش نداریم؟ خب سوال خوبیه. من به نظرم دقیقاً قسمت دوم که میگه دل و یا اون اشتیاق، خداوند بر حسب اون چیزی که ما علاقه داریم هم به ما عطا میکنه. شاید حالا در مورد خود ادوین من بگم، خب خیلی گفته میشه که ادوین میتونه یک معلم باشه و بعضی وقتا شاید خواستم ادای ادوین رو در بیارم، ولی میبینم اون علاقه و عشقی که ادوین نسبت به کتابایی که میخره من هیچ وقت ندارم. اون انگیزه‌ای که برای خوندن کتاب‌ها و درآوردن مطالب داره، خب این واقعا عطا و اشتیاقی که در قلب ادوین هست که میتونه در قلب من نباشه. اون خیلی وقتا مثلا ادوین وارد اتاق شده میگه ببین این چه کتابی خریدم، وقتی اصلا ذوق و انگار توی چشای ادوین میشه دید در مورد کتاب ها وقتی صحبت میکنه. برای کریسمس من کتاب بشه. دقیقا که شاید هیچ وقت بر من نباشه. یه چیز شما فرمودی ادوین جان، گفتی که من 5 سال پیش در قسمت شبانان قسمت پرستش خدمت میکردم. بعضی وقتا باید بدونیم که اشکالی نداره. بعضی وقتا در کلیسا برای اینکه کلیسا خدمت بشه و رو پاش باشه، بعضی از ماها باید در زمینه‌های مختلف آسیم بزنیم بالا و با فروتنی خدمت بکنیم و ممکنه در خواندگیمون نباشه. پس بنابراین همه ما در زمانهایی بوده که در قسمت خدمتمون میگم آچار فرانسه بودیم، نیازش احساس بودیم میشه برای دقیقاً مجبور بودیم در جاهای مختلف خدمت بکنیم که کلیسا تجهیز بشه و واسه برکت کلیسا باشه. پس اون اشکالی نداره، اون خیلی خوب هست، ولی قانع نباشیم که بگیم که حالا من میخوام همه کار رو انجام بدم. بیایم تمرکز بکنیم در یک زمانی که واقعا اون خدمت ها تجهیز شدن، ببینید حالا واقعا خواندگی من چیه، چگونه من میتونم مؤثرترین برای ملکوت آسمان باشم. دقیقاً برای اشتیاق این سوال پیش میاد که چه چیزی ما را انگیزش میدهد، و جمله اول اینه که میدونم میخواین تلفن رو جواب بدیم. ما باید اشتیاقی رو که خالق در ما به ودیعت نهاده کشف بکنیم. یکی از قسمتایی که ما بتونیم اون اشتیاق اون قلب خودمون رو در خدمت اون عطا پیدا بکنیم. بله، بیانیه گذاشته اونجا. تخمشو کاشته. با هم تلفن چند یکی دو تا تلفن جواب بدیم، ولی قبل از اینکه جواب بدیم عزیزان شما میتونید از طریق اسکایپ هم ما تماس داشته باشید. محبت آندرلاین تیوی، اگر شما اسکایپ دارید و زنگ بزنید از طریق اسکایپ به صورت مجانی و رایگان میتونید به سیستم تلفنی ما متصل بشید، میتونیم صدای شما رو بشنویم بدون اینکه شما هزینه ای رو مجبور بشید پرداخت بکنید. خب شهروز عزیز با ما هستن، به نظرم دوست مسلمان هستن. بفرمایید شما رو خط هستید شهروز جان. الو سلام علیکم. سلام بر شما. من تشکر میکنم از برنامه شما. من زیر یه چیز دوستا مهمون برنامه مسیحیت شما رو میدیدم. من گفتم چه یه سوالی به ذهن من اومد. گفت میتونی بپرسی اینا جواب هم میدم به سوالها. من سوالم این بود. درسته من کار من راننده کامیون، اینجا برنامه شما رو دیدم یه چیزی به نظر اومد و فکر میکنم بیننده های دیگه شما هستن که خیلی باسوادتر از منم، ولی این چیزی که به نظر من خیلی مهمه، اونم اینه چه شما میگین این یه کسی دعوت میشه برای این چه برای خدا خدمت کنه و یا یه مکاشفه های دیگری داره، این همه اینها یه چیزی ادعا میکنه. حالا برای اگه بخوایم که ببینیم این اتحاد درسته یا نه، راهش اینه که اطمینان پیدا کنه. ما الان در کشور خودمون در دین خودمون خیلی از این معجزات مکاشفات خیلی کلامت ها میبینیم از امام ها امامزاده ها، خیلی چیزها همه ما در زندگیمون خیلی از این چیزها میبینیم، ولی اینی که الان این چیزو نقدن ما الان داریم، این هم چه شما میگین الان میشنویم. به نظر من آدم عاقل اینه که اینی چه میشنوی ساده نباشه چی زود قبول کنه، باید یه چیزی باشه که ما با اون بفهمیم که درسته یا نه. آفرین، بارک الله. اگر درست نیست قبول نکنیم. آفرین. و اون چیزی که نگ
نقدن در دستمون داریم، همه این چیزات در اون هست. حتی در نزدیکان فامیل های ما خیلی شفاها دیدیم که گرفتند از امام ها، از امامزاده ها، از خیلی حتی از علما گاهن کرامت ها دیدیم. این چیزی در نقدن در دستمون داریم، اینو بکنیم یه چیزی نصیحت چه میشنویم. یا حتی یه نفر الان برنامه های قبل بود رنج میزد میگفت شفا پیدا کرد. حالا اجازه بدید ما در مورد برنامه های دیگه دوست عزیزم صحبت نکنیم، ولی من خیلی سریع، فرمایش شما درست است. ببینید خیلی منطقی دارید صحبت میکنید. اگه اجازه بدید من از طریق تلویزیون به شما پاسخ رو بدم. فرمایش شما خیلی درست است، ولی من سوالی که از شما دارم این هستش که شما آیا چیزی که دنبالش هستی، حالا هر کسی که دنبالش هست، باید ببینه که آیا واقعا تونسته از بنیه عوضش بکنه، تاثیرگذار خانواده‌اش باشه و روی جامعه‌اش باشه و جایی باشه که بهتر باشه. من اینطور بهتون میگم، شما بیاید هر چیزی رو، هر فکر رو، هر فلسفه و هر اعتقادی رو که داریم مانند یک میوه‌های درخت حساب بکنیم. آیا شما از اون میوه‌هایی که میدونید که در درختی که در خانه‌تون کاشتین، درخت ایمان و بنیه ایمان و اعتقادتون، آیا از اون میوه‌ای که دارید می‌خورید شما رو ارضا می‌کنه، جامعه شما رو ارضا می‌کنه، زندگی ما رو تبدیل می‌کنه، در دید خداوند نیکو هست؟ آیا خداوند نگاه می‌کنه میگه به به چه چیزی آفریدم، یا در عوض در این سختی‌ها، کمبودها، فشارها هست؟ ببینید حرفی که مسیح می‌زنه، حرف این هستش که میگه که من نور عالم هستم، میگه که از تاریکی ها ما رو بیرون میاره، از سختی ها ما رو بیرون میاره. خداوند از طریق معجزه ها با ما صحبت میکنه، ولی کلامش کلام حقیقت او یک چیزی هستش که ما نمیتونیم این کار بکنیم. دوست عزیز من، ببینید هدف این هستش که ما نگاه کنیم ببینیم که چه چیزهایی در زندگی ما میاد و میمونه و تاثیرگذار هست. بعضی وقتا شما میگید معجزه ها و کراماتی وجود داره که میاد، منم میگم بله خداوند از طریق زیادی کار میکنه، ولی چند تا از اونها نشان دهنده فیض خداوند هستش که مونده و باعث شده که زندگی عوض بشه، خانواده عوض بشه و اون عوض شد تبدیل ها بمونه. و باید در نهایت این سوال رو بکنیم برادر خوبم از خودمون که کدوم یکی از اینها گناهان منو از من پاک کرده و این تضمین رو به من داده که من نجات رو دارم. بله، من حتما نباید شفای جسمانی ما تایید بر این باشه که مثلا من شفای روحانی و اون به قول من نجات رو دریافت کردم. هدف ما امروز اینجا این نیست که، یا هیچ برنامه‌ای که فکر می‌کنم در محبت باشه، حالا من فقط از طرف خودمون صحبت می‌کنم، این نیست که مثلا ما بگیم شما شفا پیدا می‌کنی، شما از اعتیاد نجات پیدا می‌کنی، شما یا خیلی چیزهای دیگه چه بسا ممکن اون اتفاق هم بیفته، ولی هدف اصلی ما اینه که برادر و خواهر خوبم با اطمینان این رو میگیم که توسط عیسی مسیح و صلیب او از گناه نجات پیدا میکنی، گناهانت بخشیده میشه و این در برای تو تضمین میشه که تو در فردوس در کنار او خواهی بود. من یه قصه دیگه هم با ازتون بگم، میدونم ادوین جان تو میخوای جواب بدی و اون این هستش که یادم رفت، ولی مثلا بهتون بگم. آها، ببینید سوالی که من از شما دارم این هستش که آیا ماها خودمون که وقتی که میگیم که جنیفر جان گفتش که مثلا میگیم که با احرامات خداوند و خداشناس هستیم و خدا دوست هستیم، چند نفر از ماها دوباره برگشتیم تو زندگی گناه قبلیمون؟ همین دروغ مصلحتی رو که ما میگیم، میتونیم در حضور خداوند، فرق نمیکنه چه دروغ کوچیک باشه چه بزرگ باشه، عیسی مسیح تا کسی بود که اومد گفتش که اگر کسی دیدش با تو متفاوت هست، نگفتش شمشیر بردار برو سرش رو بزن، برو بکشش یا برو از بینش ببر، گفتش اونو محبت کن. شما من بگید که چه کسی دیگه ای؟ چه کسی در تاریخ اومده، در تاریخ بشریت اومده که میگه که اگر کسی دیدش مانند تو نباشه بهش ظلم نکن، در عوض محبتش بکن؟ چه کسی بوده در تاریخ اومده گفته که اگر دیدش مثل دید من نباشه برو محبتش بکن؟ هم مسیح بوده. شما تمام ادیان رو نگاه بکنید، وقتی که همشون نگاه بکنید میگن که اگر دیدش مانند تو نباشه بذارشون کنار، یا برشون جواب کن، بذارشون کنار، یا نجس هستن، یا اینطور هستن، یا بد هستن. مسیح هیچ وقت همچین حرفی نمیزنه. دوست عزیز من، پس من نمیتونم بیام اون معیاری رو که معیار اشتباه هست و منو برتر از دیگران نشون میده بگم اون معیار استاندارد من، خانواده من و جامعه من شده. اگه مسیح میاد نور خودش رو بر من و شما میتابه و میگه همدیگر رو محبت بکنی، حتی اگه دشمنت باشه محبتش بکن، محبت بزرگترین شهادته. پس من چگونه میتونم محبت رو زیر پا بذارم و بگم من دنبال معجزات و کراماتی میگردم که درش محبت خالص نیست؟ معرفت ما انسان ها کجاست؟
ما باید استفاده بکنیم از درک خودمون از کرامات الهی که به هر تک تک ما داده شده و بدونیم که آیا ما وسیله محبت خداوند هستیم یا نه، آیا من تونستم جامعه ما عوض بکنم که جامعه شیرین تر باشه که نور خداوند توش بتابه و بتونم دیگران رو با دیگر افکار قبول بکنم. خداوند اینو میخواد دوست عزیز من. آمین. تمام صحبت کتاب مقدس این هستش که حتی آیات و نشان کتاب مقدس از آیات و نشانه ها استفاده میکنه، یعنی معجزات توی کتاب مقدس از این دو واژه برای تعریفش استفاده شده و همه این صحبت داره نشانه هست، پیکانی هست به این مسئله که اشاره بکنه ما گناهکاریم و مسیح آمده تا گناهکار رو نجات ببخشه. هر آن چیزی که توی زندگی شما تجربه شما کردید، هر آن چیزی که شنیدید، آیا به این مسائل داره اشاره میکنه؟ آیا این مسائل رو تایید میکنه که شما یه دوست عزیز، این هموطن عزیز گناهکار هستید همینطور که همه ما هستیم؟ آیا این حقیقت رو شما فهمیدید؟ اگر فهمیدید که گناهکار هستید و مسیح رو به عنوان چاره بخشش گناهان شما بهتون آشکار کرده، اون نشانات و معجزات درستن. ولی اگر این دوتا حقیقت رو از شما کتمان کرده، کلام خدا میگه که شیطان هم در نوعهای مختلف مثل فرشته نور ظاهر میشه و سعی میکنه که با کتمان کردن حقیقت و آشکار کردن معجزاتی که به حقیقت شبیه دارن، انسانها رو از اون نجات نهایی به دور نگه داره. بنابراین هر آن چیزی رو که میشنویم از ادیان و مکاتب مختلف، اگر به گناهکار بودن خودمون، به نجاتی که مسیح ما رو برای ما آماده کرده اشاره میکنن، میشه اعتماد کرد، وگرنه باید این مقدار زنگ خطر رو به صدا در بیاره. بعضی وقتا ما عادت میکنیم به نون خشک، فکر میکنیم نون خشک تنها غذایی هستش که وجود داره، در صورتی که خداوند میگه من برای تو بهترین ها رو گذاشتم، بهترین غذا رو گذاشتم، من نان حیات هستم، بیا تغذیه بشو، ببین درست. که خان ملکوت من چقدر پر از برکت هست با مزه های مختلف، رنگ های مختلف و بوهای مختلف، و چقدر خوب هستش که ما بعضی وقتا تعصب رو بذاریم کنار و بتونیم با یک دید جدید مسائل رو نگاه بکنیم، بچشیم، ببینید نه به خاطر حرف من، حرف عزیزان من یا برنامه پژواک، برنامه تلویزیون محبت شما بیان کار انجام بدید، نه، خداوند میگه بچشید و ببینید خدا نیکوست، برای خودتون محک بزنید، تجربهش مجانیه، اگه حرفای ما رو قبول ندارید خودتون محک بزنید و ببینید، بچشید و ببینید خداوند نیکوست. این خدایی که ما در صحبت میکنیم انقدر نیکو هست که وقتی بچشید امکان نداره بتونید بذارید زمین. درسته. فقط من یه قبل از اینکه تلفن رو برگیرم میگم این اشتیاق رو تموم بکنیم، که چون فقط ما به دو حرف این فقط چون خیلی آدم رو روشن میکنه، یکی اینکه چه چیزی ما رو انگیزش میده، به چه کسانی توجه داریم. خیلی وقت خیلی عزیزان اشتیاقشون فقط در کودکانه، بعضیا در جوانان، بعضیا در افراد مسن، ما باید ببینیم به کدوم میتونیم باشون کنار بیایم و اینکه چه نیازی رو برآورده میکنیم. این خیلی مهمه که نیازها رو میتونیم به نیازهای روحانی، نیازهای فیزیکی، نیازهایی که به روابط و عواطف ما بستگی داره و یا نیازهای شغلی، باید به اینها توجه بکنیم و اینکه به کدام مشکل اجتماعی میتونیم بپردازیم یا به کدام رویا تحقق میتونیم ببخشیم. تمام اینها اشتیاقات ما رو در اون عطایی که به ما داده شده آشکار میکنه. علی مرادی عزیز، اشتیاق شما چیست؟ صدای شما رو میشنویم، بفرمایید. سلام بر شما. سلام بر شما، بفرمایید. امیدوارم که از روان نمیخوام آرامش و آسایش همیشه در وجود شما برقرار باشه. در نام علی. مرسی. آمین. مرسی. هللویا. آمین. میتونم یه سوالی اول بکنم؟ با دستات رو بالا بیاری که شما تنگ باشی. خواهش میکنم، بفهم. اگر کسانی که ایمان به هستن هم میتونن در خونه هستن برن میتونن این کار رو بکنن. متشکرم. ای پدر، در نام عزیز عیسی مسیح از تو میخوام آگاهی و دانایی و حکمت برای کشف حقیقت تو. ای پدر، به تمامی بندگان در هر گوشه در زمین از هر زبان و دین و مذاهب هستند عطا کن. آرامش و آسایش و نجات و امید توسط عیسی مسیح بر روی زمین برقرار کن. ای پدر، در نام عیسی مسیح. آمین.
آمین. میخوام موضوعی رو اشاره کنم که شما فرمودید که خداوند عطایای بنده رو میشه بده، میکنه بندش قبول کنه یا قبول کنه یا چی. یه چیزی ما شنیدم، یه سوالی دارم از شما. اتفاق برای خود من افتاد که خداوند هم بالا این میگم در حدود 9 تا 10 ماه من به خداوندم بودم، حضور شهر میخوادم و کارهای اصلیش رو پی در پی در بیداری و در رویا میبینم. بعد رسید به جایی که خداوند من رو بیدار کرد از خواب، حدودا ساعت 3:30-4 صبح این حدودا بود. بعد میخوام کوتاه بیان کنم به خاطر اینکه وقت شما کمه، خیلی کوتاه. من چند بار منو با سرهای گوناگون در فضای اتاقم بیدار شدم و به خودم آمدم که خدا یعنی چی صداییه. دوباره باز دراز کشیدم، باز منو بیدار. چند بار این اتفاق افتاد که ناچار شدم اینو کوتاه بیان کنم، چون هر کلامی که من دارم و ناگفته دارم برای شما خیلی مهمه. میخواستم بگم که دیگه پیاسار سر به تعظیم آوردم، گفتم اطاعت میکنم و بعد سر رو گذاشتم به راحتی خوابیدم. اما فردای صبح چه اتفاقی برای من افتاد؟ راهی و مسیری رو به خودم انتخاب کردم، خودم انتخاب نمیدم، حرکتی رو کردم، از خونه آمدم بیرون برای اینکه یه خدایی رو من پیدا کنم. حالا این ناخودآگاه از درون من که باید پیداش کنم. خداوند مسیر جهش رو از طریق روح القدس در حال از طریق به من منو هدایت می‌کرد. رسیدم به اون بنده که ورس انتخاب خداونده که باید نجاتش بده. این کلامو عنوان می‌کردم. اینو کوتاه بیان می‌کنم چون خیلی داستان جالبی داره. این نه یک بار، نه دو بار، بارها حدود 30 بار اتفاق افتاد و 30 بنده خداوند که خود خدا می‌دانست در قلبش آگاه بود می باید نجات بیداد از طریق من، نه که من باشم واسطه، من به عنوان واسطه من رو انتخاب کرد. برخواه می باید با این بنده خدا صحبت می کردم در نام عزیز عیسی مسیح و چگونگی زایده شدن از مریم مقدس. آیا تو می خواهی نجات را کنی؟ تو نمی دونی با یه شدت عظیم فریاد می زد، می گفت آری می خواهم نجات پیدا کنم. می گفتم پس بگو عیسی خداوند وارد قلب زندگی من بشو، من از گناهانم اقرار میکنم، من اقرار میکنم که تو پس از مرگ، پس از سریز از مرگ زنده شدی و تو نجات دهنده هستی، گناهان منو ببخش، تو زندگی من، تو قلب من بیا، من تو رو زحمت میکنم، منو نجات ده. شما این بندگان خدا به شکل‌های گوناگون غمناک بودن در زندگی شما. علی عزیز معذرت میخوام وسط صحبت شما، من صحبتتون رو قطع کردم. ما بیشتر چند ثانیه به انتهای برنامه نداریم، شما روی خط باشید، شما رو ما خواهیم داشت. لطفا قطع نکنید، در قسمت آخر برنامه شما رو میخوایم صدای شما رو بشنویم. اگر وقف باشید باید کلیپ بله. نگاه کنید. فقط قرار است که عزیزانی که دارن از طریق اینترنت با ما ملحق هستن، خواهش میکنم برای که بقیه برنامه رو فوق العاده نگاه کنید، برین صفحه اصلی وبسایت mohabbat.tv، بزنید روی کلید آبی وبکست، از اونجا میتونید بقیه برنامه رو ببینید. پس خواهش میکنم این کار حتما انجام بدید و در خدمتتون خواهیم بود. پس کلیپ ما بعدا نگاه میکنیم چون فرصت زیادی نداریم. پس وبکست ما آماده هستش، نیم ساعت ما برنامه اضافه خواهیم داشت. عزیزانی که توی اینترنت هستن، مثلا عزیزانی که در یاهو مسنجر منتظر هستن، روی خط بیان، صدای شما رو خواهیم شنید. با ما باشید تا قسمت بعدی برنامه. عزیزانی که از طریق تلویزیون میبینن تا هفته آینده، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خب با سلام مجدد به دوستای وبکستی خودمون. بله. مجلس خودمونیه. سوال هر چی دارید بپرسید. خودمونی است. چشمارو در بیارید، پیژامه بپوشید، راحت باشید. هفته پیش با اولین باری بود که وبکست رو انجام دادیم و یه مقداری اشکالات فنی داشتیم. ممنون هستیم که با ما بودید و صبور بودید. عزیزان اینستنت مسنجری یاهو، خدا شکر میکنم برای صحبتایی که دارید میکنید، برای اینکه یک دو نفر مثل تارزان جان میخوان صحبت بکنن و ما امکانات رو فراهم کردیم که از شما بشنویم. این قسمت عزیزان وبکستی اینترنتی ما هست و خوشحال هستیم که در خدمتتون هستیم. اجازه بدید برادر علی عزیز اگه روی خط هستن ادامه صحبت رو بشنویم. برادر علی شما روی خط هستید؟ اوکی. متاسفانه قطع شده. خب وقت مال عزیزان در یاهو مسنجر و اسکایپ و فیسبوک من و اگه اجازه بدید این یاهو کامپیوتر شما هست. میدونم دست خودت خیلی کوچولو ریزه میزه هست. نقریه من چشم خوب نمیبینه. سن که میره به بالا. سن زیاد بالا نرفته ها. خب خدا رو شکر من تازه عزیزان رو میبینم. به همه عزیزان خوش آمد میگم. تارزان جنگل عزیز شما بفرمایید، صدای گرم شما رو میشنویم. ببخشید من با این آیدیا میگم چون آیدیایی هستش که شما گذاشتی. میدونم که اسمای خیلی زیبایی دارید در پس این آیدیا. بفرمایید. دارن یه چیزی تایپ میکنن. تارزان جان آره داری تایپ میکنی. صحبت بکن داداش جان با صدای شیرینت. چقدرم سریع میشه. میگه من راحت‌تر هستم تایپ بکنم تا حرف بزنم. حتما این اسم خداوند هستش که برای من انتخاب کرده. خب هللویا تارزان عزیز در چت. آره من رو خطم. بفرمایید صدای قشنگ شما رو میشنویم. بفرمایید ما در خدمتیم. میخوام ببینم من رو خط هستم. بله خطی. بله دفعه براتون تایپ بکنه که رو خط هستم صداشون رو میشنویم. که عزیزان خواهش میکنم که از طریق اینترنت جواب ندین، از طریق چت بدونید که پای خط هستیم. بفرمایید. در رابطه با عطیه میخواستم صحبت کنم ولی خیلی دوست داشتم همزمان صدای شما رو هم بشنوید. خب به نظر باید صدای ما رو هم بشنوید. نمیدونم الان سیستم به چه صورتی هست. شما صحبت کنید ما هم بهره مند میشیم. تارزان جان من صدای شما رو ندارم متاسفانه. خب تا خب من عزیزان توی اتاق کنترل باید ببینن چطور میتونن این مشکل رو رفع بکنن. ما هفته گذشته این مشکل رو داشتیم ولی میشه. در رابطه با عطیه صحبت میکردیم. بله من فکر میکنم همین جوابایی که ما دادیم تقریبا یه هم سوالای شما خیلی جالب بود. همین که صداتون رو میشنویم. بله بله صداتون میشه. اگر پای سر هم صحبت کنین وقت به دوستان عزیز دیگه هم میرسه. یه مسئله هست. چه مسئله شما هست؟ فکر کنید که 6 میلیارد بیشتر از 7 میلیارد انسان روی زمین وجود داره. آیا به نظر شما اگه همه اینا ایماندار باشن همه اینا میتونن یه عطیه بشارت داشته باشن یا یه عطیه نبوت یا هر چیزی؟ عطایا منظور این نیست که آدم عطایا فقط برای بشارت یا نبوت یا عطیه شفا. فقط عطیه یعنی این میشه همه عطایایی که میتونی یک انسان داشته باشه. چون در کتاب مقدس نقط عطیه بیشتر نیست و بله. من فکر میکنم عطایای دیگه هم هست. درسته 100% بردر تارزان عزیز دقیقا همینطور که شما میفرماییم. ما هم دقیقا اگر ما فرصت نشد که اصلا صحبت بکنیم، حتی اون شیپ فقط دو حرف اولش رو در موردش صحبت کردیم. دقیقا همینطوره. بر حسب توانایی های ما و به قول معروف نیازهای جامعه ما میتونیم عطایا داشته باشیم. درسته شاید 9 تا از عطایا رو توی کتاب مقدس نوشته شده ولی به قول شما شاید عطایی که من دارم هیچ کدوم از اونها نباشه. عطای دیگه ای باشه که خداوند بر حسب توانایی به من داده، بر حسب نیاز جامعه به من داده و میتونه نیازی رو برطرف بکنه. کاملا حرف شما صحیحه. عطایا برای بنای شخصی ما نیست. یادتون باشه عطایا خداوند میده برای دو جا، یکی برای درون کلیسا، یکی برای برون کلیسا.
حالا شما میگید که بذاریم تمام جمعیت دنیا ایماندار بشن. خب این عطایا به چه درد میخوره؟ برای تجهیز بدن مسیح استفاده میشه. شما فکر این بکنید که فکر یک بدن جسمی ما رو بکنید که خودش به تنهایی همه سلول ها دارن با همدیگه کار میکنن تا که چی بشه که اون هارمونی در بدن انجام بشه و ما سالم باشیم و بتونیم زنده باشیم به عنوان یک ارگانیسم. پس عطایا برای دو قسمت هست، یکی برای برون کلیسا هست که نشان دهنده جلال خداوند هستش که جذب میکنه دیگران رو، و یکی هم برای برون درون کلیسا هست که هدفش تکمیل و تجهیز بدن مسیح. خب هدیه هندی از فیسبوک به ما گفتن با سلام و خسته نباشید به شما عزیزان، تولد پژواک رو تبریک میگوییم. امیدوارم سالهای این برنامه ادامه داشته باشد و روز به روز پربارتر شود. لطفا برای من دعا کنید چون مدتی است که آرامشم رو از دست دادم و دچار سردرگمی شده ام. از لطفتان سپاسگزارم و فیض خدا عیسی مسیح با شما باد. مرسی هدیه عزیز، امیدوارم که تولد 100 سالگیشو بگیریم. صد سال فکر نمیکنم کسی دو تا پیرمرد و یه پیرزن رو صد خورده ای سال رو بخواد حرفا رو گوش بده. برای چند ثانیه اگر دعا کنیم برای این هدیه عزیز که خداوند ای عیسی مسیح، میدونیم که تو ما رو در راهی قرار دادی که ما مطمئن هستیم به کجا خواهیم رفت ای خداوند، و این سردرگمی ها و این آشفتگی هایی که در زندگی ما هست ای خداوند، به خصوص برای هدیه عزیز به امروز به دستای مقدس تو میسپاریم. میخوایم که هدف رو در زندگی این خواهر براش مشخص بکنی و ای پدر آسمانی تو رو محافظت بکنی، بهش آرامش ببخشی ای خداوند و اجازه بدی تصمیماتی در زندگیش بگیره ای خداوند که دست تو در اون دیده میشه ای خداوند. با تمام وجود ای خداوند، با تمام قلب ای خداوند اون رو به حضور مقدس تو بلند میکنیم و میدونیم که چقدر دوستش داری و چه نقشه هایی برای زندگیش داری. در نام عیسی مسیح آمین. هدیه جان داشتیم دعا میکردیم، یفه بیاد این قسمت از کتاب مقدس اومدم که وقتی که عیسی مسیح با شاگردان سواری اون کشتی قایقی بودن که بر روی امواج متلاطم آب در طوفان ها داشتن میرفتن، مسیح در آرامش داشت استراحت میکرد. بعضی وقتا زندگی ما باعث میشه که ما آرامشونو از دست بدیم، ولی بدونیم که تا زمانی که در اراده خداوند هستیم به ما آرامش میده. من دعا میکنم همونطور که جنیفر جان دعا کرد برات که آرامش خداوند برات باشه و مانند عیسی که بر روی امواج متلاطم طوفان در آرامش بود، تو هم بتونی در آرامش کامل باشی. خدا رو شکر. الیکیت عزیز، ما صدای شما رو همین الان تازه میتونیم داشته باشیم، اگه میخوای صحبت بکنیم بفرمایید. دوست عزیز، الیکیت عزیز، الیکیت عزیز، الیکیت عزیز، چه اسم خوشمزه ای. اگه شما همش بگی غذا نباشی. خب هر وقت که عزیزمون ملحق شدن خواهش میکنم صداشو بلند بکنید که ما هم باش بشنویم. در این حال ما اجازه بدید که علی عزیز رو دوباره داشته باشیم، تلفنشون قسمت اول قطع شدن. برادر علی عزیز صدای شما رو میشنویم، بفرمایید. الو، برادر علی عزیز از تلفن صدای شما رو میشنویم. الو صدای من میاد؟ بله بله بله. متشکرم. من علی هستم. من صحبتی که کردم به خاطر قطع شد، به صحبتم رسیدم که برنامه‌ام قطع شد. شما لطف میکنید یه اشاره کوتاه کنید من از همینجا شروع کنم؟ چون نکته بسیار مهمتر بعد از این داشتم که میخواستم جواب شما از شما بگیرم، یه راهنمایی هم از شما بگیرم. البته خودم این چیز رو میدونم، خداوندم به من متوجه کرد. میخوام آخه من خیلی تو کارم حساسم، خیلی نقطه سنجم از خدای من. برادر خوبه، الان شهادتی که شما دادی همه عزیزان شنیدن، الان دوستای وبکستی ما با ما هستن. اگر شما فقط برین سر اصل مطلب و اون نکته‌ای که دوست داریم و خدا در قلبتون گذاشته اشاره کنیم ممنون میشم، چون دوستای خیلی زیادی روی خط هستن که میخوان صحبت بکنن، ولی ما میخوایم از شما هم بشنویم. من سوالم همینه، موقعی که برنامه داشتم، موقعی که برنامه قطع کجا صحبت بودم؟ میخوام از اونجا ادامه بدم. شما لطف میکنید اون قسمت آخر لطف کنید که بیان میکردم؟ من چیزی که یادمه گفتین که مثلا که شما تصمیم گرفتی اون کار رو ادامه ندین، چون من تلفن من قطع و وصل میشه از صدای شما، من الانم دقیقا نمیشنوم صدای شما رو، ولی مثلا که تصمیم گرفتین کاری رو انجام ندین. حالا شما یه چند سال از عقب‌تر بگید، اشکال نداره از پیشتر بگید و میشنویم. خب من
قبل از اینکه این واقعه ایجاد بشه حدود 10 ماه مثلا این اتفاق خداوند کارهای عظیمشو بر من بکرد. یعنی من دنبال عیسی نبودم، رو از روی برنامه شما یا نجات یا ست هفت نگاه میکردم، ولی میگفتم خداوند تو که قادر مطلقی، اینو میدونم که تو میتوانی جسم انسانی بپوشی، اینو میدانم با افکارم و تعقل و تفکری که کردم. این شیطان که روح پلیده میتونه وارد انسان بشه، تو که شیطان آفریدی میتونی جسم انسانی بپوشی که قادر باشی بندگانتو نجات بدی از طریق نامی که دارم میشنوم. ولی من تو رو میخوام ای پدر. اینجا بود که خداوند بر من وارد شد. حالا نمیخوام برای شما زیاد بگم، داد گفتنی های زیادی دارم بسیار زیبا از خداوندم، ولی به حضورش رو برای آشکار کرد پی در پی اومد صلیب عیسی و خود عیسی رو بر من بارها و بارها بار نشون داد و نمایان کرد در بیداری و در رویا. جو میکنی دیگه بر من واقع شد که نجات دهنده صلیب و نام عیسی است که در پناه خداوند پدر هست که به امر روح خواهد آمد روی زمین و الان هم روی زمین میاد و هست. خیلی ها نمیبینن و خیلی ها میبینن، توجه میکنن که پیدا میکنن. اما این اتفاق بعد از 7-8 ماه بعد دوباره این اتفاق برام شب اتفاق افتاد که منو بیدار کرد. میگم میخوام کوتاه کنم، اگر شما بخواید واقعا گوش بدید نکته جالب در بیدار کردن خداوند منو که به چه کاری که من بیدار بشم، چه تقس بود شد نترس همراه با نترس دور توجه میفرمایید. ساعت حدودا نزدیک 4 صبح بعد من بیدار شدم، به سجده افتادم و ستایش کردم خداوندم و خدای ابراهیم و اسحاق و من و داوود و میسای خودم رو صدا کردم. چرا؟ به خاطر اینکه نکنه شیاطین یا جنها باشن بیان تو اتاق من بخوان با من اصطلاح کاری داشته باشن یا کاری انجام بدن. صدای من با خدای بود که خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و سلیمان و داوود و میسای بود. این گونه بیان میکردم از ترسم که خدای واقعی و حقیقی باشد نه غیره بود. و بعد سجده و گفتم اطاعت میکنم، ناخداگاه این اطاعت رو به زبان من آمد، اطاعت میکنم. بعد از دون راحت رفتم خوابیدم، هیچ دیگه موردی پیش نیومد، به آرامش و آسایش خوابیدم. ولی صبح نگران بودم، نمیدانم، دست خودم نبود، میباید از در خودم میزدم بیرون ولی نمیدونستم کجا باید بروم. هدایت میشدم از توی کسی، مطمئنن از توی خداوندم. می رسیدم به یک بنده از خداوند که خداوند درون قلب‌ها آشناست و می داند چه را باید. همین که وارد می شدم به یک انسانی، انسان‌های زیادی می دیدم ولی ناخودآگاه می رفتم به جهت اون طرف بنده خدایی که باید هدف خداوند بود. توجه می‌فرمایید؟ بله، فقط سریع‌تر و به قول من اگر یه ذره به قول من حاشیه ها رو خلاصه‌تر به قول من بگیم ممنون میشم، چون که بینندگان زیادی هستن که میخوان صحبت بکنن. من متاسفم از اینکه شما خداوند رو نمیتونید درک کنید و جلوه خداوند رو نمیخواید بفهمید و بچشید. متاسفم برای شما. برای مرسی از تماستون. واقعا خدا روش از این که خدا من شما رو ملاقات کرده و صلیب خودش آشکار کرده در زندگی شما و خدا روش خداوندی دارین در زندگیتون که انقدر شما رو به قول معروف زیبا لمس کرده که میتونین بدونین که بدونین کجا باید برین ولی ازش تبعیت میکنین و مطمئنم خداوند نقشه بزرگی توسط شما در اون لحظه انجام داده. اگر ما ببخشید من معذرت میخوام قطع کردیم صحبت شما که البته ما قطع نکردیم، خودتون صحبتتون رو قطع کردیم به خاطر دوستان عزیزی که روی خط هستن و وقتی داستانی طولانی میشه فرصت صحبت از اونها گرفته میشه. به هر حال مرسی از تماس. به هر حال به قول معروف تلویزیون هم یک فرصت های کوتاه خودش رو داره، به خاطر اینکه بیننده هم بتونن صحبت ها رو دنبال بکنن لازم هستش که مقدار جمع‌تر باشه. تارزان عزیز شما روی خط هستید، بفرمایید تارزان جان. خواستم بدم این چه جوریه؟ چی چه جوریه تارزان جان؟
ما این سیستممون عیزان پشتن هنوز دارن روش کار میکنم. اینه که اگر یه مقدار با ما متحمل بشینید، یکی دو هفته گذشته که این سیستم وبکست رو انداختیم، باز اون مشکلات فنی خیلی زیاد رو برو بودیم. اینه که صدای شما رو میشنویم تارزان جان. الان تارزان عزیز، خب ما به نظر من دارید الان؟ بله من میشنوی؟ بله اوکی. من صدای هیچ کس رو نمیشنوم، یعنی هر کسی بیادم رو خط من متوجه نمیشم، به خاطر همین حالا ما باید سیستم بهتر رو بندازیم. اگه ممکن باشه ما بتونیم صدای عزیزانی که حرف میزنن در رابطه با مسئله امشب، خیلی خوب. بله درست میفرمایید. خب اینو باید روش تکمیلش بکنیم، روش کار بکنیم. شما خود شما فرمایشی داشتید تارزان عزیز در این مورد تا بریم به دیگر بپردازیم؟ صحبتی ندارم. شما امیر جان میخوای صحبت کنیم بفرمایید. امیر جان شما بفرمایید. امیر عزیز، امیر پایداری که دیگه از عزیزان هست صحبت بفرمایید. امیر جان به گوشیم. دوست عزیز ما منتظر شما هستیم. شما صدای همه رو کامل داری؟ اوکی من سر ندارم. خب امیر جان بفرمایید. خب من سلام میگم به همه دوستان. برای اینکه تو وقت صرف جوری بشه سریع حرفا میزنم. صدا می دارید؟ بله صدا می دارید شما؟ بله بفرمایید. دوست عزیز امیر ما صدای شما رو داریم. بله بله میشه براشون تایپ بکنیم؟ شاید ایشون صدای ما رو نداره. میشنویم صداتون رو، بفرمایید. صحبت کنید یک، صحبت کنید. من فکر کنم الان باید صدام کامل بیاد. بله. بله بله خیلی واضح بفرمایید. امیر جان صدای ما رو میشنوی شما؟ خب فکر کنم صدا چندین بار تکرار میشه متاسفم بابت این مسئله، حالا اگه اشکال از طرف منه. ولی اگه بخوایم برگردیم به صحبت قبلیمون در مورد خوندگی که بحث امشب بودش، ما منتظر هستید. خب نه مثل اینکه صداها قطع میشه. من از عزیزان معذرت میخوام به خاطر اینکه مثل اینکه صدای سیستم صدا هنوز یه مقدار مشکل داره و بعد عزیزان متوجه بشن که چه وصلش کنن. قسمتی رو با عزیزتون میخوام بازم برگردم به الو علی جان، امیر جان میخوام برگردم بازم به صحبتهایی که شد و حرفایی که زده شد. بازم میخوام بگم که ما ایمان ما سه نفر برنامه پیشباک بر این هستش که تک تک شهادت ها به اندازه خون بره قوت داره. اینو در کتاب مقدس نوشته و تک تک شما عزیزان فرمایشاتون برای ما عزیز هست. نهایت احترام به تمام دیدهای مختلف و ادیان مختلف داریم. بینندگان و دوستان که از زمینه اسلام یا زمینه های دیگه هستن ما تماس میگیرن، نظراتون رو میگن، ما خیلی خوشحال میشیم و خوشبختیم در خدمتتون هستیم. امیدوار هستیم که بتونیم واقعا فروتنانه شما رو خدمت بکنیم و به خصوص در مورد تلفنی که عزیزان میکنن بدونید که ما محدودیت های وقتی داریم. اگر اینجا در برنامه نتونیم با همتون صحبت بکنیم یا حتی وبکست هنوز سیستمش مقداری درست نشده، خراب نشده، ما رو ببخشید. هدف ما این هستش که بهترین ها رو به شما ارائه بدیم، ولی محدودیت های هنوز وجود داره. ما سعی میکنیم محدودیت ها رو حل بکنیم. کسانی که علاقمند هستن شهادت هاشون رو ما در میون بذارن و نمیتونن، مانند برادر عزیزمون که چند دقیقه تماس گرفتن، خوشحال میشیم که ما بعد از برنامه به شما تماسی بگیریم باهاتون صحبت بکنیم. یا عزیزانی که از طریق وبکست اینترنت یا مسنجر نتونستید صحبتتون رو بیان بکنید، خواهش میکنم برای ما بزنید، تکست بفرستید و ما اینها رو بیان میکنیم و در خدمتتون خواهیم بود. هدف این هستش که ما جلوی شما خجل نشیم، برای که بتونیم یک خانواده بزرگ با همگی داشته باشیم و بدونید که همتون رو تک تکتون رو دوست داریم و برامون عزیز هستید. غیر از اینه ما اتاق یا مسنجرمون یه مقدار نشتی آبم داره صداهای چیزی. امیر جان شما روی خطی بفرمایید. به 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 چه سخت صدای پق پق قشنگی.
خب میخوای تا وصل بشه؟ من اجازه بدین بقیه اون شیپ هم لاغر خیلی تیتروار ما بخونیم که چی بود. من اجازه میدین ما برام وبکست این مقدار راحت‌تر من بشینم اینجا. آره آره. اصلا کتم در بیا راحت باش ببین. اصلا اگه سه تا چایی هم برام بیارم بعد نشه من دوباره سلام میگم از اونجایی که من الان صدای استودیو رو کلا قطع کردم و به دوستانمون هم گفتم که من کلا پویسرم صحبتامو انجام میدم و هیچ صدایی از استودیو نمیشنوم و در مورد مسئله خوندگی میخواستم صحبت کنم و اینکه واقعا خوندگی یه چیزی که وجود داره و همونطور که قبلا هم نوشته بودم توی یاهو مسنجر خوندگی رو من دو قسمت میدونم، یکی اینکه قبل از ایمان هستش، یعنی ما خونده میشیم که بیایم و در نام مسیح زندگی کنیم، شهادت بدیم و در نام خداوند حرکت کنیم، در نام خداوندمون سختی حالا یا آموزش همه اینها رو در نام خداوند میبینیم و باعث جلال نام خداوند میشیم و اون مقدمه اول خوندگی اول مبنای مقدمه برای خوندگی دوم ما که همون وقتی که ایمان میاریم فیض خداوند شامل حال ما میشه، به ما عطیه داده میشه و این عطیه همونطور که همتون گفتید امشب، مرسی واسه اینکه همه رو باز کردید و ما همه توی بدن تو قسمت‌های مختلف قرار میگیریم و هر کدوم در جای خودمون باعث جلال خداوند میشیم و تمامی عطایی که به ما داده میشه همه جهت جلال نام خداوند، جهت ادامه بردن راه خداوند هستش و چیزی هم نیستش که به دل بخواد شخصی ما باشه و یا اینکه ما دلمون بخواد. من خودم الان گفتم من میشه گفت عطیه بشارت دارم و خودم اصلا از روز اول خوشم نمیومد از عطیه بشارت و میگفتم که اوه بیام بالا با مردم صحبت بکنم و حالا بیام دعوت بکنم و حالا مسئله مثلا بیام منو بگیرن و فلان اینا، ولی خب خدا رو شکر خداوند همینو در من قرار داد و الان چنان با اشتیاقی میرم با مردم صحبت میکنم و تجربیاتی هم که به دست آوردم این که واقعا اون فیض خداوند و اون فیض روح القدس که شامل حال من میشه و بعضی وقت وقتی داره بشارت میدم چنان با قدرت بشارت میدم که اصلا خودم هم نمیدونم چجوری میشه، یعنی کلمات آیه ها واسم باز میشه موقع صحبت کردن و اون خداوند هستش که میدونه اون طرف مقابل من کی هستش، چه شخصیتی داره و منو دو اون مسیری که باید حرف بزنم قرار میده و این فیضی که خداوند شامل حال من کرده و شامل حال همه ایمان داره میکنه برای جلال نام خودش، برای اون هدفی که از روز اول اومده، برای نجات انسان ها. درسته. من صحبتم کوتاه میکنم، مرسی از اینکه گوش دادید. مرسی بردر امیر عزیز، واقعا صحبت های شما میتونم بگم این برنامه رو به شکلی تکمیل کرد، واقعا همینطوره که هر خدمت ما واقعا برای پیشبرد ملکوت خداونده و ما سوالی مطرح شده بود که آیا خواندگی گرفته میشه یا نمیشه از ما. من به نظرم تا وقتی ما میتونیم اون خواندگی در اون خواندگی بمانیم به عنوان به قول معروف بگم خیلی امانتدار باشیم، مسلما اگر ما امانتدار نباشیم خداوند اجازه نمیده لاقل اسم او رو با اون خدمت خراب بکنیم، چه بسا البته هستن از کسانی که متاسفانه این کار رو انجام میدن ولی دیگه اسمش رو لاقل نمیشه خواندگی گذاشت. خب ما فعلا فرصت داریم، جنگل تارزان عزیز بفرمایید. دوست عزیز تارزان عزیز در جنگل بفرمایید. خواستم راجب فقط بخوام بدونم که میشنوید یا نه. بله. اوکی. من وقتی که صحبت خواندگی شد گفتم یا عطیه شد گفتم عطیه پدر و عطیه روح القدس. عطیه پدر زمانی که قبل از ایمان ما، قبل از ایمان بعضی این عطیه رو دارم، مثل یک فردی امکان داره خیاط خیلی خوبی باشه، یک فردی دکتر خیلی خوبی در میاد، یا استعدادها منظورم خیلی حرفه های مختلفی که هست تو اون حرفه واقعا مهارت خاصی داره، این عطیه پدره. قبل از ایمان ما هممون این استعدادها رو خداوند بهمون میده، ولی بعد از ایمان روح القدسی که به ما عطیه های خاص خودش رو به ما میده و عطیه بشارت، نبوت، ترجمه زبانها، شفای بیماران،
اخراج اربا و خیلی چیزهای اون نه تعطیه‌ای که هست. این فرق این دوتا اینه که زمانی که ما متولد میشیم این عطیه پدره و بعد اینکه ایمان میاریم عطیه روح القدسه که به ما داده میشه. این میخواستم این دوتا فرقی که بود بگم. بعد چیزی که من خودم وقتی که توی جلسه بودیم یه کشیشی داشت صحبت میکرد، بعد گفتش که دعا میکنیم بعد من برای همه تو نبوت میکنم که این افراد چه افرادی هستن برای چه کاری خدا من خوانده شدم. خدا رو شد تون تعداد زیادی هم نبودیم ولی خیلی ها برای کارهای خوانده شده بودم و خیلی هم نه، هیچ کاری برای هیچ کاری خوانده نشده بودم و اون فرد اصلا بساشون نبوت نکرد، فقط براشون دعا کرد. من دیدم اونجا برای خیلی به چند نفر گفت تو مبشر میشی، به یکی گفتش که تو ارواح ناپاک رو میتونی ببینی و تشخیص بدی، به یکی برگشت گفتش که تو خادم خداوند میشی، بعد به یکی برگشت به من برگشت گفت تو سرباز خداوندی. بعد این خواندگی ها رو که کلن به افراد میگفت و به یه عده هم همون جوری یک کنارشون رد میشه، هیچ نبوتی براشون نکرد. در این من فکر نمی کنم که همه انسان ها خواندگی خاصی داشته باشه یا خواندگی بعضی ها شاید فقط هیچ خواندگی هم ندارم بعضی ها. این چیزی بود که من دیدم. درسته ترزان عزیز، من فقط میخوام صحبت یه اگر نظری دارید راجب هستم خیلی خوشحال میشم. مرسی، خیلی ممنون. ما اگر در مورد عطایا داریم صحبت میکنیم، عطایا برای ایماندارانه نه برای همه انسان ها و میخوایم این رو یک فرقی قائل بشیم بین قابلیت های طبیعی ما و عطایای ما. درسته شاید اینها خیلی متضاد با هم دیگه نباشه ولی در این حال با هم دیگه خیلی فرق میکنه و ما اگر در مورد عطایای روحانی داریم که اسمش هم روشه عطایای روحانی داریم صحبت میکنیم، مربوط به کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن، نه هر به قول معروف انسانی که شاید با هر اعتقاد و باوری وجود داره. این کلمه عطای پدر اصلا به نظر من یه چیزی هستش که من هیچ چیزی در مورد عطای پدر در این مورد ندیدم که جدا کنه حرفی که شما دارید میزنید. تارزان عزیز، بازم جنیفر خیلی قشنگ داره میگه، بیارتون باشه تمام ایمانداران مسیح همشون خوانده شدن. من می‌خواستم همین مسئله بهش اشاره بکنم ولی اون نبوت‌های مقدار سر مسائل حساس باشیم که هر کسی بران هر حرفی رو زد. کلام خدا میگه نبوت‌ها رو هم باید تشخیص بدیم، اینکه شما عطا داری شما این یه مقدار باید در بلوغ روحانی آره. و بر اساس کلام خدا رفتار کرد نه برای احساسات و سلیقه یک شخص. اگه برای کسی نبوت نشده در این بر نیستش که حالا عطیه نداری یا خوانده نشده یا هر چیز دیگه، نه همه ما خداوند به ما عطایی میده و این مهم هستش که بازن جنیفر جان خیلی قشنگ اینو بیان کرد، یادتون باشه دوست عزیز من که استعدادهای شخصی همه دارن، حتی کسایی که ناایماندار هستن، ولی کسایی که ایماندار هستن عطیه خدا بهشون میده برای تجهیز کلیسا. من فقط تایید حرف برادر عزیزمون امیر خیلی قشنگ گفت، ما گفت یک دعوت اولیه داریم بعد دعوت دومیه که عطایای روحانیه، ما این رو فراموش نکنیم. تا هفته بعد شما رو به دستای پروفیز مسیح میسپاریم، در وبکست بعدی با شما عزیز خواهیم بود. خدا نگهدار.